دوستان عزیز، عرض سلام و احترام خدمت فرد فرد. بسم الله الرحمن الرحیم. گران دوستان و سلامونه و احترامونه ټولو ته رسوو. هیله ده چې جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ. د نن ورځې پروګرام چې البته دوشنبه ده او د اپریل د میاشتې د 2018 دوهمه نیټه ده، ستاسو په خدمت کې وو او د افغانستان پیښو به انشاءالله سره غږیږو. تاسې په همکاري دي، تاسې په مرسته البته تلیفونونه را وکړئ، خپل نظریات ووایئ، لنډ لنډ په همدغه موضوعاتو چې خبرې کوو. دوستان عزیز، البته دیروز اخبار حاکی بود که آقای عباسی به افغانستان، یعنی صدر اعظم پاکستان، به دعوت حکومت افغانستان به روز جمعه به کابل یعنی خواهند رسیدن و بالای مسائل مورد علاقه صحبت خواهد شد و بیشتر محراق صحبت بالای صلح و آنچه در طول سالها گفته آمده، تقاضای مکرر و دائمی حکومت افغانستان و همچنان ایالات متحده امریکا در یه آخر به شدت که پناهگاه های حراس افغانان در پاکستان مسدود شوند و سرکوب گردند تا در افغانستان صلح برقرار گردند. و بالاخره پاکستان هم عکس العمل خاصی در رابطه عملا نشان نداده و در افغانستان جنگ همچنان دوام دارد. اخبار بسیار جالب است و همچنان در کابل گرد همایی توسط ستاد ارتش البته صورت گرفت در محفل توزیع شهادت نامه های اردوی افغانستان. رئیس ستاد ارتش افغانستان البته بیان داشت و همچنان کسانی که اسلحه و ابزار جنگی وزارت دفاع افغانستان به طالبان با فروش میرسانند اونا را خائن خطاب کردن. به تعقیب آقای اشرف غنی صاحب اونا هم در محفل گرد همایی نیروی خاص بگویم یا ویژه در کابل صحبت می داشتن و اونا را تشویق و تقدیر کردن. اخبار مهم همی بود. و همچنان دوستان عزیز، در یه آخر البته در روز اخیر در هلمند خیمه زده شده یا چادر گفته از اینا برپا کردن و برای صلح دامن هموار گردیده. هلمندی ها صلح می خواهند و همچنان مزاری ها هم گفتند که ما با شما همکار هستیم و همراه هستیم. و همچنان شورای عالی صلح افغانستان، خانمایی که در شورای عالی صلح معاش میخورن و ماموریت دارن، اونا هم همی حرکت تشویق کردن و تقدیر. و البته در هلمند حرکت برپا شده برای صلح در افغانستان، مگر هم حکومت افغانستان و هم طالبان آتش بسته رد کردن و همچنان جنگ دوام داره و حرکت صلح توسط طالبان تایید گردیده و شورای عالی صلح دو طرفه. مگر گپ ترمینجا اگیساب چرخ میخوره و کسی نمیدانه که علت ای که صلح برقرار شد و چی تا با کی صلح صورت بگیره، امکانات صلح، شرایط صلح. صرف مردم افغانستان فریاد خود بلند کردن در ولایت هلمند و هم از حکومت و هم خصوصا از طالبان خواهش دارن، استغاثه دارن تا آتش جنگ خاموش بسازن و با پروسه صلح و یا به حساب صلح برقرار شود در افغانستان. به هر حال چگونگی وقایع رویدادهای اخیر انشاءالله به تحلیل میگیریم و بالای هر کدام صحبت خواهیم کرد. بنده هم آنچه در فکر قاصر ما خطور میکنند انشاءالله بیان خواهد داشتم و شما هم خواهشمند هستم، خصوصا خانمای ما افغانایی که در سراسر جهان تلویزیون تماشا میدارن، از دوشیزه های افغان ما خواهشمند هستم تا نظریات خود در رابطه با مسائل افغانستان بیان بدارن. در همین جمعیل یک راپور ما میبینم about 40% of Afghans have no food security، یعنی 40% مردم افغانستان با
فقر گرفتار هستن، یعنی غذا ندارن که بخورن. و مؤسسه غذایی جهان راپور داده که یعنی حدود 40-50% مردم افغانستان با مشکلات گرسنگی مبتلا هستند. 49 کشور جهان در افغانستان لنگر انداختن، افغانستان اشغال داشتن و به حساب دموکراسی وارد ساختن، تلویزیون ها داریم و اخبار و رسانه ها، مگر 40-50% مردم افغانستان باید از گرسنگی بمیرن تحت لوای ناتو، تحت لوای ایالات متحده امریکا، یعنی به فقر گرفتار هستن. یعنی شما دو سه احتیاج اولی بشری غذاست، لباس است و مسکن است. وقتی شما احتیاجات اولی مردم به صورت نسبی هم اگر بود مرفوع ساخته نتوانستین، نمیدونیم دموکراسی را بخوریم بچوشیم و به سر خود بزنیم. یا فرضاً 150 بیلیون دلار در طول این سالها گم میشه و مفقود میگرده و آدمش هم معلوم است، بازخواستی وجود نداره، حکیمیت قانون یعنی درک نداره. دوستان عزیز، مردم از گرسنگی آهسته آهسته میمیره. یعنی شما اگر تو قیاس بفرمایین که در افغانستان 27 میلیون آدم داریم زندگی میکنن، یعنی سرشماری اگر قرار باشه شده باشه، خود اتکلی هر چیز ما با اتکل و با تخمین با پیش میره، در افغانستان گیرم 27 یا 28 میلیون آدم زندگی میداره. اگر نیمی از او را قیاس بفرمایید که خود راپور مؤسسه غذای بین المللی غذا اونا راپور دادن که 13 میلیون آدم در افغانستان با فقر غذایی گرفتار هستن. یعنی شما ادویه و مسائل مراقبت صحی و تعلیم یک خانواده را بگذارین، یعنی یک انسان نان نداره که بخوره و میمیره از گرسنگی شاید، و 4-5 میلیون آدم یا بیشتر با مواد مخدر مبتلا هستن و یعنی معتاد دارین شما. این سوغات دموکراسی، سوغات اشغال است و عظمتو یک حکومت، عظمتو یک اشغال، باز عسکر ما چی خانوما دوشیزای افغان ما و چی هم یا افراد و اشخاص جوان افغان بروتی ما که پشت لب سیاه کردن و سای برای 300 دلار مزدوری میکنن و جانبازانه میخواین از این وطن دفاع کنه، نمیدونم از چی دفاع میدارن. از این حکومتی که 40-50% مردم با فقر مواجه ساخته، از این دستگاهی که 5-6 میلیون آدم معتاد دارن، از این حکومتی که با اشاره دیگر روی کار آمده و فاسدترین حکومت جهان معرفی گردیده. و اگر دفاع میدارم خوی وطن اشغال است، این عسکر باید بشرمه. یعنی خجالت هست که یکی بلند شد، یک جوانک بود در این محفل توزیع جوایز، که ما چون آبایان خود از این خاک دفاع میداریم. ما تعجب کردم والا که په میوند که شهید نشد خدای گل علیه بیننگی تدی ساتینه، همون ملاله یه منظورش هست. یا این افراد و اشخاصی که در طول تاریخ افغانستان زده بیگانگان و اشغال سینه خود سپر کردن، اگر هدف اوناست خب اینا خوب اشغال پذیرفتن، برای اشغال برای دیگاه مزدوری میکنن، در برابر یک چند تا طالب در جنگ قرار دارن. به هر حال دوستان عزیز، سفر آقا خان عباسی به افغانستان روز جمعه البته تاتی نظر صورت خواهد گرفت، مگر نتایج در قبال نداره. چرا؟ برای از اینکه پاکستان تضاد علایق با افغانستان داره. چرا؟ در افغانستان هر قدر اینا بتونن جنگ شعله‌ور بسازن مفید است برای پاکستان، از جهاد افغانستان تا این دم. و افغانستان میخواد صلح را از پاکستان جستجو کنه، یک کشور دیگه، یک قلمرو دیگه، یک حکومت دیگه، باید صلح را در افغانستان تامین بداره. یعنی مسئولیت خود حکومت افغانستان راجع میشه به یک حکومت دیگه که اونا از خود قانون داره و از خود یک قلمرو داره، رئیس جمهور داره و صدر اعظم داره و تشکیلات دارن. مثل که ما بریم از هندوستان یا فرزن از روس صلح را تقاضا بداریم. هر کشوری که صدمه پذیر است و در اونجا دیگه کشورها علایق دارن، در حقیقت افغانستان امروز کشورهایی که
که ممالک که در افغانستان حضور دارن برای منافع خود در افغانستان یعنی پایگاه‌های نظامی دارن، نقاط ترصد دارن، امیال طویل مدت دارن، اونا هم علایق دارن و پاکستان علایقی با یک نحوی دیگه، هندوستان به نحوی، ایران، روس، در هر کشوری علایق خاصی اونا دارن برای سود کشورهای زیدخل در قضایا. دیگه ما بریم صلح را در بیرون باز همونطور که پول وارد میشه و کالاها وارد میشه و ما مفتخور نشستیم، باید یک صلح هم از بیرون برای ما وارد شود. یعنی دستگاه های حراس افغان در کشورها چون پاکستان باید محو شود. همیال یک خبر بود که در قسمت سرحدات روس و افغانستان در قندوز بیشتر حملات زیاد گردیده توسط طالبان، میخواین در این مناطق قلمرو طالب بیشتر باشه و تمرینات نظامی از اونا طوری که راپور گردید توسط روسا صورت میگیره، تعاون، کمک، همکاری ها صورت میگیره و این جواز است. چرا در وقت جهاد غرب با مجاهدین کمک میکرد و ما افتخار میداشتیم با جهاد خود و ضد شوروی وقت در جنگ قرار گرفتیم، امروز اگر ایران، پاکستان، روس به طالب، به شما، به کسی دیگه مبارز اسلحه و کارتوس به دستشان میده، این روا کار است در مسائل بین المللی؟ شما از تکنولوژی دیگه استفاده مگر نمی کنید؟ و یا وسایل جنگ است، اهدافی از اونا جنگ است، هدف یک نفر مسافرت است از یک نقطه به یک نقطه دیگه، در هواپیما بلند میشه، پول در برابرش میپردازه، مسیح تجارتی است، هواپیماهای جهانی میرن، هدفشان برآورده میشه. طالب هم هدفش جنگ است و برد جنگ است، ختم اشغال است. اونا از روس بگیره، از ایران، از پاکستان چی باکی دارن؟ هم امروز حکومت افغانستان از هر کسی از هر دریچه برایشان بریزه، اینا بسیار خرسند میشن. ما طالب باید و باید انتقاد بگیریم که چرا اونا از دیگه کمک مطالبه میداره و چرا پاکستان حمایت میداره، چرا روس حمایت میداره و چرا نمیدونه فلانی. این تقاضای بیجا و بهانه هایست برای ضعف حکومت و دستگاه فرتوت. به هر حال دوستان عزیز، سفر آقای عباسی صدر اعظم پاکستان به افغانستان راپور شد، او را با هم دیده و شنیده و بعدا میریم سراغ اخبار بعدی از او که البته توضیح جوازنامه هست. شما توجه بدارین که ما از ناموس خود دفاع می داریم، اصلاح ناموس ماست و هر کسی او را بفروشه و به طالب مثل که ناموس خود فروخته، مگر این را نمیگه که وطن مادرتان است و او را یک کسی دیگه گرفته و شما در برابر فروش مادرتان با دفاع از اشغالگران دفاع، یعنی شب روز لباس عسکری به جان شما توسط دیگر و معاش دیگر برای فروش وطنتان کار میکنید. به هر حال توجه دارید؟ حکومت میگوید که با آمدن نخست وزیر پاکستان به کابل گفتگوهای رسمی دولت با دولت آغاز خواهد شد. نخست وزیر پاکستان که قرار است به خواست کابل به روز جمعه به کابل بیاید، گفتگوها را درباره امنیت، مبارزه با حراس افغانی، چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان، گسترش روابط اقتصادی و بهبود روابط سیاسی کابل اسلام آباد از موضوعات مهم این گفتگوها میان رهبران حکومت وحدت ملی و نخست وزیر پاکستان خواهند بود. قرار است که شاهد خاقان عباسی در اوج تیرگی روابط کابل اسلام آباد برای نخستین بار به روز جمعه به کابل بیاید. بعد دو طرف رو در رو با هم به گفتگو بنشینند. برنامه این سفر به گونه است که نخست مقام های پاکستان همراه با رهبران حکومت وحدت ملی و بلند پایگان نظامی کشور پشت درهای بسته گفتگوهایی را انجام بدهند و پس از آن نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور در یک نشست خبری حضور خواهند یافت. اما کابل چی چیزهایی را با اسلام آباد به بحث خواهد گرفت؟ در پاکستان سره در دولت به سطح رسمی مذاکرات پیلو و پر رسمی مذاکراتو که سوله، امنیت، اقتصادی اړیکه په ټوله کې دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولیزو روابطو بهتروالی شامل دي. با این همه جدیت در پیگیری گفته های دو طرف و وادار ساختن اسلام آباد به صادق بودن با کابل در کار مبارزه با حراس افغانی و نیز کشانیدن طالبان سال جو به گفتگوهای سال از خواست های مهم از حکومت افغانستان است
که با مقام های پاکستانی در میان بگذارند. وقتی از او رسیده که پاکستانی ها دست از مداخله بردارن و به عنوان یک همسایه نیک دست همکاری با مردم افغانستان بدن. تا زمانی که منفعت استراتژیک پاکستان به دستش قرار نگیره و منافع خود نرسه، هیچ وقت به افغانستان از عاطفا همکاری نمیکنه. پاکستان افغانستان نباید فریب پاکستان در ارتباط بخوره. با این همه بهبود در روابط کابل اسلام آباد، به کاهش سیاست های رویارویی میان این دو کشور به سود اوضاع امنیتی افغانستان گفته می شود. دوی تدی وایچ په افغانستان کې لاسوونی مکه وی افغانستان مره خراب وی افغانستان په مشکلات او سنځ کې همکاري مکه وی د افغانستان کې هغه څه وکي که په نظامی مورید کې زموږ سره کومک وکي چې موږ ترکی و نور یوادونه تخپل ځوانان اسو تاسو تم درسته تاسو راي مایه کوي خو تاسو موږ ته دا ثابت ده چې موږ په صادقانه توګه د افغانستان د خلکو سره کار کوو. رئیس جمهور غنی در ماه‌های نخست کارش برای بهبود روابط به اسلام آباد سفر کرد، اما پس از حمله های پیهم حراس افغانان بر بخش های از افغانستان، به ویژه حمله در چهارراه زنبق که به باور حکومت افغانستان این حمله ها در پاکستان برنامه ریزی شده بودند، روابط کابل اسلام آباد به تیرگی گرایید. وجود پناهگاه های امن حراس افغانان در خاک پاکستان و پشتیبانی این کشور از طالبان به ویژه از شبکه حقانی از جدیترین اتهام های حکومت افغانستان بر پاکستان بوده. بله دوستان عزیز، البته مکرر برفا شنیده شده سفر سران کشورهای چون افغانستان و پاکستان نشست ها در طول سال ها به حساب گوش ما را کر ساخت و چشم ما را مانده ساخت. میشنویم و میبینیم اگر کدام یعنی دستاورد و سل بارنامه از این مسائل سفرهای صدر اعظم پاکستان، یک چیز عرض بدارم که برای پاکستان بهترین حربه امی مراکز طالب و حقانی است. برای از اونا بهترین حربه، بهترین به حساب گاوی شیری و حاصل خیز و دریچه عواید برای پاکستان در جهاد افغانستان هم چند نفر سران جهاد بودند. مگر پولهای جهانی به پاکستان سرازیر نمیشد تحت عنوان جهاد علیه ارتش سرخ و پاکستان او را توضیح نمی کردن به امی چند نفر سران جنگی افغانستان که امروز از جهاد حرف می زنن. امروز باز هم دوستان عزیز، برای از اونا بهترین وسیله عواید مراکز حقانی است، طالب است، و خصوصا که امریکا پاکستان با یک تبانی خاصی برای اونا میگن که ما فریاد میزنیم که پاکستان باید مراکز حراس افغانان از بین ببره مگر این کار شما ابدا نکنید. اگر به امریکا خواسته باشه عمل میتونه، اما تو که امیر طالبان ملا منصور آخوند نشانه کردن با هواپیماهای بی پیلوت میتونه مراکز از اونا را هم بمباردمان کنه بدون استیزان پاکستان، و یا اگر با همکاری پاکستان و یکی پاکستان بعدا اعلان کنه و که به حریم پاکستان حمله شده و صاحب تخطی شده. این چیزای سیاسی است که در سطح برای اخفال افکار مردم صورت میگیره، عام مردم. مگر یک همکاری خاص با پاکستان موجود است، جلسات صورت میگیره، بعد از او یک اعلامی سیاسی به مردم پیشکش میشه. به هر حال خبر بعدی توزیع جوازنامه های یا شهادتنامه های ارتش افغانستان بود یا سربازان بگویم در کابل. و جالب هم ایست که یک آقا گفت، یک راپورتر از طلوع، که برای دو ماه تمرینات نظامی به کابل آمده بودن و بعد از دو ماه اونا فارغ میشه. ولاد گفتی یکی از افغانای ما و گفت بیادر دو ماه خود یک شلغم هم که زمین پرتی ریشه نمیدوانه چطو یا صاحب منصب میشن و صاحب باز به حساب شهادتنامه میگیرن و در برابر طالب و جنگجویان و اپوزیسیون زده از اینا اونا مبارزه میکنن و یک حرکت خودکشی یا انتحاری اینا هم تو شما قیاس بفرمایید که یک نفری که تمرین نظامی نداره در برابر
طالبان در یک جبهه قرار میگیرن با مورال بسیار ضعیف و در حقیقت خود انتحار میکنن، یعنی در جنگ نابرابر قرار میگیرن. با او که تجهیزات نظامی ناتو از طریق یا تمرینات نظامی ناتو از طریق ارتش افغانستان متبارز میشه در برابر طالبان، مگر باز هم دوستان عزیز با یک مورال ضعیف با یک تربیه ناقص عسکری سب در برابر طالب قرار میگیره. از امون لحاظ تلفات اردوی افغانستان بسیار زیاد است در برابر طالب دستوهی و که از پاکستان کمک میخواه و از روسیه و که اینوان برحال توجب داره. رئیس ستاد ارتش در مراسم فراغت نظامیان کشور در مرکز آموزشی ارتش در کابل، نظامیان را که جنگ افزارهایشان را محافظت نمی کنند و یا به مخالفان مصالح دولت می فروشند قاتلان و خائنان خطاب می کند. پیش از این از فروش جنگ افزارهای نیروهای امنیتی به هراس افغانان گزارش شده است، اما این مقام ارتش ملی میگوید که اگر چنین افراد در ارتش شناسایی شوند آنان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. لباسهای نظامی برتن کردند تا از کشور و مردمشان در برابر هراس افغانان دفاع کنند. امروز از در مرکز تعلیمی ارتش ملی حدود 1000 تن از سربازان که از بخش‌های مختلف کشور اینجا به خاطر تعلیمات دو ماهه جمع شده بودند آمده بودند که در میان از این 1000 تن حدود 12 تن از بانوان نیز حضور داشتند. محترم تورن جندار، رئیس ستاد ارتش از کارنامه‌های نیروهای ارتش ستایش می‌کند. و در حالی که فروش جنگ افزارها را از سوی این نیروها یک آوازه می داند، می گوید که اگر چنین افراد شناسایی شوند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. صلاح حیثیت عزت و ناموس بر منصوبین اردوی ملی افغانستان داره، از این حمایت میکنه و در این شکی نیست که شاید اشتباهات پیدا شود کسی بکنه، ولی ارگان های کشفی حقوقی ما در این سطح جدی کار میکنند و کسای مصابی گفت میشه برخورد جدی قانونی برزو صورت میگم ریزو. هرچند آموزش های حرفه‌ای تلفات نظامیان کشور را کاهش میدهند، اما هنوز هم نگرانی ها از تلفات این نیروها وجود دارد. برای حل جلوگیری از تلفات که همیشه مورد نگرانی شخص وزیر صاحب دفاع و جناب محترم لیدر صاحب بوده، این در میراق توجه قماندانی تعلیم و تربیه بوده. 100% پلان تعلیم و تربیت تطبیق گردیده، تحریف عسکری را به مراسم خاص بجا آورده، انداخت مانور و حقیقی را مطابق به پلان منظور شده اجرا گردیده. این سربازان از تعهد در کار و مبارزهشان سخن میگویند. جهت خدمت به وطن در یک صف وحدت قرار گرفتیم و این لباس مقدس نظامی را به تن کردیم و به اجرای وظایف بسیار خطیر آماده فداکاری میباشیم. تعهد میکنم که تا یک قطره خون در رکم جریان دارد از این سرزمین مرخیز و مجاهد پرور مانند پدران و نیاکان خود دفاع نمایم. مسئولان ارتش از خانواده ها و نیز جوانان که به ارتش پیوستند ستایش میکنند و تاکید میورزند که ثبات نظام در گرو پشتکار این نظامیان است. دوستان عزیز، شنیدیم، عرض کردم که از وطن خود اینا دفاع میکنن، از ناموس و که نمیدونم حرفایی که، یعنی هر باری وقتی همی ارتش افغانستان یا نیروی عسکری افغانستان میبینیم با ایشاد اومد مقاله به دست از اینا میتن و که بلند بیشن در جلوی کمره ها، یعنی واقعا ملونگی شهامت مردم افغانستان به زمین زدن میرن و از این بیشتر خجالت نمیتونن برای مردم افغانستان باشه. به هر حال خبر بعدی هم مهم است. آقای اشرف غنی در یک گردهمایی از اردوی بخش ویژی بگویم یا خاص اردوی افغانستان کماندوها، البته هدفی از اوناست، صحبت میدارن و همچنان بالای امی هم یک تبصره صورت گرفته در این خبر که عسکر در بخش قندوز عملات طالبان بیشتر گردیده تا بیشتر ساحات در سرحد افغانستان و روسیه داشته باشند و تا روسا با آسانی با اونا هم کمک های نظامی و هم تربیه نظامی و هم از محلات جنگلی او طرف سرحد اینا استفاده کنن برای ستر و اخفای خود. جالب است، توجه دارید.
پس از این باید عملیات های ویژه بیشتر گردد. رئیس جمهور غنی در مراسم فاتحه جان باختگان نیروهای ویژه میگوید که این نیروها از حقوق مردم دفاع کردند و راه آنان را برحق میداند. رئیس جمهور غنی به وزارت دفاع ملی هدایت میدهد تا دستورالعمل واحدهای ویژه را ترتیب نماید و برای تصویب به شورای امنیت ملی بسپارد. اینجا در فرماندهی قول اردوی عملیات های ویژه مراسم ختم قرآن و فاتحه خوانی شهیدان نیروهای ویژه برگزار شده است. در این مراسم رئیس جمهور غنی نیز حضور دارد. رئیس جمهور می گوید که از کارهای تمامی نیروهای دولتی به ویژه از کارهای نیروهای ویژه ستایش می کند. تشکر از سربازی شماست. دفرا، دوروزگان، دفاریاب، دنگرار، دهلمند، در هر نقطه افغانستان در ماه گذشته شما وضعیت جنگ تغییر دادین، ای بیرق از پیشش دفاع کردین. دزلل کومی منم. رئیس جمهور غنی می گوید که نیروهای ویژه ممثل وحدت ملی استند و نزد تمامی مردم افغانستان جایگاه ویژه دارند. تاسی واقعا خاصیه. او اماز لکه خواستی، او دیده وطن بزر که خواست که تاعتی. او خواست زکه یه چه در بانده دیر پانگه چه ولسه بی، او بهترین تعلیمات هم لیدلی، او خواست زکه یه چه نور که تاعت تاسی ساتی. آقای غنی به وزارت دفاع ملی دستور می‌دهد که به عملیات‌های ویژه بیشتر توجه کند. باور لرم چه تاسی په میلانه نیوازه د افغانستان ملی وحدت او مسئولیت ساتل کیگی، بلکه انشالله تعالی پایدار صلح، امنیت او رفاه ته رسیږو. رئیس جمهور غنی می گوید که شهروندان کشور به نیروهای دولتی باور دارند، زیرا مسئولیت و امنیت مردم را تأمین کردند. او امیدوار است که شهروندان کشور به صلح و ثبات خواهند رسید. او را یک خبر بعدی از فرزاد جان، مصطفی جان، به تعقیب این خبر، خبری که کماندوی یا عسکر افغانستان یا طالبان، به هر حال خبر بعدی دوستان عزیز از حمله هوایی حکومت افغانستان بگویم یا وزارت دفاع یا ناتو بالای یک مدرسه در قندوز که در اونجا اعلان شد که گرد همایی طالبان که در اونجا یکی از اعضای شورای کمیته هم کویته هم حضور داشت، اونا را منهدم ساخته و از بین برده و تعداد کثیر طالبان جان باختن، مگر طالبان در یک اعلامیه گفتن که ما نبودیم و یک گرد همایی برای چند نفر علما یا فارغ التحصیلان از این مدارس بودن که دستار مولایی به کلی یکی از اونا زده می شد و جمع شده بودن، اونا افراد ملکی و علمای محل بودن، اونا را به حساب به قتل رساندن. توجه بدارین، خبر جالب است. هوای امروز یک مدرسه را در بلسفوری دشترچی ولایت کندوز بمباران کردند. پلیس کندوز میگوید که گروهی از طالبان که در میان آنان یک عضو شورای کویته نیز حضور داشت در این مدرسه گرد آمده بودند که یک هواپیمای دولتی این مدرسه را بمباران کرد و شمار بزرگی از طالبان در این حمله کشته شدند. در این حال طالبان در خبرنامه حضور مقامهای طالبان را در این مدرسه رد میکنند و حمله بر غیر نظامیان را نکاهش میکنند و میگویند که این حمله در هنگام دستاربندی در این مدرسه انجام شده است و در این رویداد در حدود 150 غیر نظامی که در میان آنان عالمان دین نیز بودند کشته شدند. طالبان از نهادهای حقوق بشر میخواهند تا از تلفات غیر نظامیان چشم پوشی نکنند. فرمانده پلیس دشترچه نیز تلفات غیر نظامیان را در این رویداد تایید میکند، اما جزئیات به دست نمیدهد. برخی از گزارشان میرسانند که در هنگام این رویداد در حدود 200 تن در این مدرسه گرد آمده بودند.
دستای از طالبان که قطعه سرخ نامیده می شوند در ماهای اخیر نیروهای دولتی را در ولایت کندوز شبانه آمرد قرار می دهند. به گفته فرماندهان دولتی در کندوز، این دسته طالبان که در مرز میان افغانستان و تاجیکستان پایگاه دارند با پیشرفته‌ترین جنگ افزارها مجهز هستند. این فرماندهان القهای را در کشورهای همسایه به بسیج و آموزش این دسته طالبان متهم می سازند. اما یک سخنگوی طالبان تاکید می برزد که قطعه سرخ در داخل افغانستان بسیج می شوند و آموزش می بینند. تمیم حمید گزارش می دهد. یک روز جنگی دیگر در بخشی از ولسوالی دشترچی کندوز. نیروهای دولتی باز هم با یک کمین طالبان روبرو شدند. حمله های طالبان بر نیروهای دولتی به ویژه در آن بخش های ولایت های کندوز و تخار که با تاجیکستان هم مرز هستند در ماه‌های اخیر افزایش یافتند. فرماندهان نیروهای دولتی در کندوز دسته تازه ایجاد شده از طالبان را زیر نام قطعه سرخ مسئول اصلی این حمله ها به ویژه در شب می دانند. یکی چند باری که ها عملیات های را انجام دادند، یعنی بالاتر از ظرفیت طالبان بود. تکتیکشان و برخوردشان و کارشان. از جنگلی که در نزدیک مرز تاجیکستان واقع شده است و از دریای آمو به ولسوالی های خواجه‌غار، تخار و دشت ارچی کندوز راه دارد، همچون پایگاه اصلی قطعه سرخ طالبان نام برده می شود. این جنگلی که در نزدیکی مرز تاجیکستان است، امو بخش به شمار می رود که وقتی که طالبان سوی نیروهای دولتی از زمین هوا زیر فشار قرار می گیرند، به این جنگل پناه می برند. در نزدیکی جنگل در سوی مرز واحد از نیروهای روسی جابجا شدند. از بر آنچه که مبارزه با تهدیدهای داعش در بخش‌های شمالی افغانستان دانسته می شود. با این حال مقام‌های امنیتی شکایت دارند که نیروهای روسی هیچگاه مانع طالبانی که به این بخش‌ها پناه می‌آورند نشدند. در این میان فرماندهان دولتی در کندوز از حضور جنگجویان خارجی در قطعه سرخ و پشتیبانی حلقه‌های بیرونی از این دسته طالبان نیز سخن می‌گویند. هم مربوط به علاقات تروریستی است، حرکت اسلامی ازبکستان، افراد تاجیکی است. نسبت روابطی که حال طالبان با روسا پیدا کردن، بیشتر علاقه دارند که بالای دشترچی مسلط باشند و از این طریق دریای آمو او طرف با روسا روابطشان و بدون کدام جنجال همیشه دوامدار باشه. در همین حال سفارت روسیه در کابل در خبرنامه گزارش ها را درباره همکاری مسکو با طالبان بی بنیاد میگوید. یک سخنگوی طالبان نیز هر گونه پیوند قطعه سرخ را با کشورهای همسایه رد میکند و تاکید میورزد که این دسته در داخل کشور آموزش های ویژه دیده است و نیز جنگ افزارهای پیشرفته ای را که در دست دارند از حمله بر پایگاه نظامی به دست آوردند. بله دوستان عزیز، در این راستا میخوایم نظریات شما را داشته باشیم و تلفن بزنین، مختصر مهربانی بدارین و البته اخبار بسیار مهم و سرنوشت ساز میتونه باشه، مگر سرنوشت افغانستان در یک جای دیگه رقم زده میشه، پلان گذاری میشه. فکر نمی کنم که دیگه به افغان تعلق داشته باشه. یه اردو اینا هم هر کدامی از اونا بارها گفته شده، عرض شده دوستان عزیز که نه سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان صلح را با خود خواهد داشت و نه ارتش بیگانه افغانستان آرام ساخته میتونه، جز در بدلی و بدبختی مردم افغانستان چیزی بیش نخواهد بود. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب سای محترم. سنگه مومن صاحب جوری پخیر. والا خیلی نیو دا خطاب سای محترم، اول سلام خود به جناب شما و بینندگان پیام تلویزیون پیام افغان تقدیم میکنم. خطاب سای، امی قتل عام کشتار تقریبا 200 نفر مردم مظلوم ستم دیده ما را توسط اشغالگران وحشی تروریست امریکا و ناتو و غلامبچه های اجیرشان اجیر دستشانده ایشان در دست ارچی ولایت کندوز و همچنان چند هفته گذشته اینا در ولایت فرا و هلمند قندهار این مردم بیگناه ما را اینا قتل عام کردن. من این را با شدیدترین الفاظ محکوم میکنم. خطاب سای، دفاع از جان و سر و مال حق مشروع هر انسان است و آزادی و ما از علمای آزادی خواهان طالبان می خواهیم که
که چرا برای دفاع زنان اطفال مظلوم ما، به دفاع ما از سلاح‌های پیشرفته شیمیایی که اینا ساخت خودشان هستند، برای دفاع اطفال زنان ما از اینا استفاده نمی‌کنید در مقابل این غلام بچه‌ها؟ و به هموطنان عزیز خود بگیم این صلیبی های وحشی بالای وطن ما حمله کردن و هر روز مردم مظلوم ستم دیده ما را بیرحمانه و وحشانه قتل عام میکنن، به دین ما، به ناموس ما، به زنان ما، به اطفال ما، حتی به روی سفیدان ما اینا تجاوز جنسی کردن. امریکا و ناتو به بانی تروریسم بزرگترین مادربام زباله های اتمی شانه، سلاح های شیمیایی شانه، اورانیوم رقیق شده علیه مردم مظلوم کم دیده بی‌دفاع ما اینا استفاده کردن. این بزرگترین جنایت جنگی و نسل‌کشی در تاریخ بشریت می باشد و همچنان اینا معدنیات ما را که ارزش تریلیون‌ها دلار داره اینا غارت کردن و الله سبحانه و تعالی در قرآن بر ما حکم میکنه که ای مؤمنان با این کافران بجنگید تا خدا آنها را به دست شما عذاب کند و خوارشان دارد شما برای و شما پیروز گردید. با فتح پیروزی مؤمنان امی دل مؤمنان شفا بخشد، دلای زخمی ما که 40 سال از قلبای ما خون میچکه. خطاب سید و یکی راجعه به کسایی که در هلمند اینا جمع آور شدن برای همین صلح، اینا کلکشان جاسا و جاسای استخبارات هستند و اینا را به نام سنگوریان می باشند که یک نفر برای شما بیاییم که اینا را همین سنگوریان هستند که اینا کلکشان مربوط استخبارات اداری غلام بچه عجیر هستند. دیگه ما از طالبا خواهش میکنم که آل علم مخصوصا از علما که فتوا بدین شادی های ما را بگذارین که قرقر مخصوصا قرقر غنی را در ارگ بکشن. تشکر. خطاب سعی ما کنم. آل او املاک که در قندوز شده بود طالبا بودن یا کی بودن؟ اوجه ما اکسایش بر شما روان میکنم. اینجه کلگی تفلای معصوم امی حافظای قرآن ما شما کلگی مدرسه در مدرسه میریم و تفلای بودن که از مدرسه قرآن یاد گرفته بودن برای از اونا فارغ تحصیل میشن. در هر جای کمی پشتونای مسلمانشین هستن، من مذارت میخواییم که ابراد ما شما مسلمان هستیم، موضوع پشتو و فارسی در بین شما نیستن. در اینجا هر جای که مسلمان ها در مدرسه میرن اینا به یک خوشی دارن که شاگرد ها فارغ میشدن، در اونجا اینا را قتل عام کردن. اگر شما چند هفته پیش در فرا اینمی واقع شدن، اینا فقط مسلمان ها را، این جنگ صلیبی و اسلام هستن. خطاب سید. تشکر مامان سید محترم، درست فرمودین و گپای شما هست واقعا در دل افغان ما هست. همینطور هست، اگر اینا تحت عنوان طالب دیگر هم میکشن، همینطور که یک بیمارستان دکتران به سرحد بمباردمان کندن در قندوز و ای که در اینجا طالب خانه اولانه کرده بود و ما طالب ها را زدیم، و یک توجیه باید برای خود داشته باشه برای جرائم خود و ای هم یکی از اونا بوده. بله، سلام علیکم. هلو. سلام علیکم صاحب، سنگه خیلی جوری صاحب، خیر و خیریت. الحمدلله. خطاب صاحب محترم، میگه دردیم از خدا گلیم از همسایه. وقتی که ما افغانا صلح آورده نتانیم، ما از چین، روسیه، ایران و پاکستان چی توقع داشته باشیم؟ خطاب صاحب محترم، کسایی که به میلیاردها دلار رشوت خورده، زمین ها را غصب کرده، مردم قتل عام کده، چور و چپاول کده، مثل محقیق گلمجوی بیوشدان و ای والیایی که تاریخ افغانستان یارا لعنت خواد گفت، کدامش قبیعتو میشه که رسپان از گردن خود پرده و بیای که ما صلح هم میکنیم؟ صلح که بیای خویا کلی ای سگا غرغره میشه. ما صلح را ورده نمیتونیم بگیم پاکستان برای ما صلح بیاره، روس بیاره، چین بیاره، امریکا. ما به این باور هستم صلح را ترامپ بیاره. ترامپ میفهمه که این بیوشدانا پولا را دوزی میکنه، پولایی که غنی گفت
که سر شما بسیار سرمایه گذاری شده، غنی جایی پیسی امریکاست که سر از سرمایه گذاری شده، ترامپ دیگه قبیق نمیشه که هم مسکر خدا بردم تیغ بتا میلیاردار دادن اختصاب چی شوه غیب و غصب شوه. ای برادرایی که در سنگرا می جنگه، ای شعرهای آزادی، ای شعرهای برای نجات افغانستان، ای طالبای بزرگ، 60% خاک افغانستان را به دست داره. مردم افغان متوجه باشین که یا میایه با دولت با عدالت با تمام شرایط اسلامی، مثل که در وقت ملا عمر آخوند کسی یک بوجی آر در سر سرک به طرف خانه خود برده نمیتونست، دوکان آواز بود و مردم در جمع می رفتن. ما والله بلا قسم می خورم، به خدا قسم می خورم که نه طالب بودم و نه طرفدار طالب. آل یک افغان هستم، یک مسلمان هستم. کسی که به جانب است به جانب است، کسی که به جانب نیست محکومش میکنم، ولو که حزب خودی ما باشه. 48 سال از جمعیت اسلامی افغانستان این حزب خائن 90%. برادرای گرامی شما فکر کنید کسی که از جهان غرب، از امریکا، اروپا، استرالیا، کانادا صدای صلح را بلند میکنه، از صلح هدف میزنه، بعضی گندمای بی‌وجدان وارا میکوبه. یک استاد بزرگوار که عالم در همه مسائل اسلامی و ملی و دلش در این سرسفیدی خود به خاطر وطن خود، به خاطر یتیمای خود میتپه، سر از او انتقاد میکنه. او به غیرتا اگر شما رای از او را نمیگیرین، اقل او را بگوین آفرینید استاد، آفرینید غفوری صاحب، خداوند برید اجر دنیا آخرت بده. یک جهان تشکر. دیر مننه بزرگوار خطاب صاحب. آفرین، دیر که خبری دیو کریا. بله، سلام علیکم. آقای خطاب عرض سلام دارم. شم جان سلام علیکم، خیر و خیلی. برای شما سلام احترام دارم، برای بیننده محترم عرض سلام احترام دارم. آقای خطاب اگر اجازه شما باشه، من دو مورد صحبت میکنم. بفرمایید. در مورد دوم نظر شما رو میخوام، در مورد مورد اول راجع به شما صحبت کنیم، در مورد دوستات طالبان را تمویل میخواهیم کنیم. یک عرض را قبلا هم در مورد تشریح شنیده بودیم، ولی آقای مرتضی مهیل خوب تشریح کرد. تشریح شما رو میخواییم در مورد داشته باشیم که ارتجای مذهبی تا زمانی بود که امریکا شور اسلام و دو بخش تجزیه کرده بود و میشه تمویل میکرد و شکل مستقیم و غیر مستقیم که اسلام وهابیت از طریق سعودی و اسلام شیعه را از طریق ایران باز اینا رو به هم دیگه منداخت و به این ترتیب میخواست که به امیال خود برسن. تحلیل جناب شما رو میخواییم در مورد اصطلاح، چون شما تشریح کردیم گفتیم که اینجا در خبرم نشان دادیم که حال روسا میخواییم که طالبا رو تمویل بکنن برای می که اسلام از اون زمان هم اشغال بود افغانستان، حال هم اشغال هست، این اون به اون شکل استفاده خود کردن، حال اینا میخواین انتقام خود بگیرن. در این مورد ما تشریح اونا رو هم خواستیم نشونیدیم، حالا میخواییم که بفهمیم قریه سیاسیش طبیعت شما رو که در این مورد تشکر و یک مورد دیگه هم آقای خطاب بارد مزدر نظر شما رو میخواییم اجازه میتونیم. من درست قبل یک بحث ولایتی رو شمیده بودیم در راجع به بدخشان، آقای خطاب در رادیوی میبینید که این همین مورد بدخشان موارد زیاده بر از این داره که مصرف شود، در داخلش راهای صعب الامور داره. چندین مورد اگر شما رفتین وقت پیدا کنید در بخشای بحث ولایتی بدخشان، این روز خود تشریح شد چقدر ساعات آسیب پذیر است، چقدر ساعات راجع برش قابل از دید که بحث شد و مطرح شد. مثل که قبلا یک بار زمین لرزه صورت گرفت و تخریبات و صورت گرفت، جایهای دیگه وجود داره که همونطور موارد رخ بده. در مورد از او پول شد مطرح شد و راجع به شفاخانه و ایگفا، اگر یاد جناب شما باشه قبلا مرا گفته بودیم که امرای سینیار مطرح کنید ایگفا، حالا برای من اجازه میتونم که اونمون بحث ولایتی رو شنیدم با استناد همون بحث ولایتی که از بی‌بی‌سی شنیدم، اگر اجازه میتونم که اون پیشنهاد خودت رو بگویم. اجازه هست؟ بفرمایید. من اون پیشنهاد خودت رو برای آقای مسکینیار بگویم که این آقای خطاب اینطور گفته که اینقدر مبلغ پول پیش ما بود و اینقدر مبلغ خودت هم یک جای کن، چون من بحث ولایتی رو شنیدم اینقدر موارد مصرفی آسیب پذیری بدخشان داره که اینمی پولاد اونمو جا مصرف شود. اگر خود اجازه میتونه نمیشه ما
ما خو بیادر ما یک بودیجی 35,000 دلار سی کلینیک آباد شده، یک کلینیک دیگر از پولی شده، یک بودیجی چی داریم؟ مؤسسه خیری برای اعمار کلینیکا برای خانم های باردار بگویم یا حامله در افغانستان امو موجود است و یک 4 نفر هستیم. مستون جناب آقای شفیع زاکر صاحب هستن، آقای زبی عبدالله صاحب هستن و آقای عبدالله طاهری صاحب. اینمی ارکان امی ارگنیزیشن است، من رئیس هم مؤسسه هستم. ما بسیار خوش میشم اگر مسکینیار صاحب لطف کنم یک 2 لک دلار اترا کم و بیش که حسابش هیچ معلوم نشد، من تا به صورت تخمینی هم قدر پول در یک هفته جمع کردن و ما مو وقت مرا مردم گفتن که فندریزینگ کنم یا پول جمع کنم، گفتم نی خواهمو یک تلویزیون جمع میکنم بان امو همو کار کنه، این بار ما غرض نگیریم. باز تقریبا یک هفته همه همو تلویزیون کمک کردن و کردن تا جایی که و یکی آقای تاها حمید یکی برنامه سازای دیگری از اونا بودن، اونا هم 75,000 دلار جمع کردن. این مبلغ در حدود 2 لک و چند میگم میشد که جناب مسکینیار صاحب هم بخیالم گفتن که 1,30 یا 40 یا 50 همیتورا را یک مبلغ اعلان کردن که ما دارم، مگر در حقیقت اینا میگن که اگر او مبلغ جمع پولی که آقای تاها حمید اینا جمع کردن بیش از 2 لک دلار میشه. این 35,000 دلار ما هم داریم. برادر اگر اونا میخواین که بفرسته برادر یک هیئت تعیین کنین، اگر او نبود من خودم اینجا فندریزینگ میکنم، 1,000 دلار هم یعنی از جیب خود میکشم خیرات میکنم و اونا چی شوا اینمی پول 30,000 خو ما انشالله جمع خواد کردیم. یک هیئت بره مو پولا را بگیره، برای زی که مرگ و مردن است، مسکینی ها را میموره، ما میمورم و هر یکی ما محکوم به مرگ هستیم و سن و سالم مهم نیست، در یک مقطعی از زمان یکی باید بره دیگه. به اول لحاظ او پول مردم است، در جیب یک کسی، ما مردم در این بخشی از جهان در جلوی انظار عامه او جمع شده. یک پولی است که فرزند میگن که در فلان جا یک آدم رشوت خورد، میگه نه ما نخوردیم، مگر یک نفر اگه خودش هم اقرار کنه و در محضر مجموعه جهانی و افغان ها هم باشه، پول هم از دگاه باشه، به یک منظوری جمع شده باشه، او باید مصرف شوه. ای که باز یک وقتی اگه آسمان صاف شد و باز خدا روشنی کرد و آرامی شد و صلح آمد و صاحب باز کل دنیا گلگلزار شد، بعد از اون دیگه این پول با ضرورت هم نخواهد شوه. حال موقعی عاجل است، طوری که شما فرمودین درست است، چرا نه؟ مگر آمدیم بالای دلتان که ما شما را ما تشویق نمی کنم، مگر ما چیزی که میتونم، ما چیزی که ما میتونم این کارو میکنم، و چیزی که دیگه کس میتونم مسئولیتی از اون است و شما باید یک بیننده دلسوز چیزی که میگن او را ما تایید میکنم. ما دامنه چرا نیست میره بانید. آمدیم بالای شیعه و سنی در امریکا، در دنیا امریکا یقینا میخواه خود افغان مسلمان ها را در هم در برابر یک دیگر قرار بده، در یک جنگ نابرابر از ایران استفاده میکنه، در جنگ های یمن در برابر شیعه ها اونجا جنگ جریان داره، عربستان را تشویق میکنه که از وا دفاع کنه، ایرانی ها را تشویق میداره که از شیعه ها دفاع بدارن، یک جنگ دوام داره، جنگ پیهم که مسلمان ها علیه یک دیگر بیفته. از اسلام استفاده میکنه، یکی دیگر از دیگر میترسانه، به حراس میاندازه. در حقیقت همی حراس افغانی را که اینا میگن حراس افغان و تروریست، ولی ایران را گماشته که عربا را به ترور بیاره، به حراس بیاره، اونا را بترسانه و ایران، حکومت ایران در حقیقت امریکا تایید هم میداره در متن و به حساب حمایه هم میداره. همین خیزش هایی که در ایران صورت گرفت بهترین وسیله بود که امریکا اگر میخواست همون که در عراق در لبنان میتونست اونا را تشویق کنه، پول برسانه، دیگه مردم هم تشویق کنه، مظاهرات خیابانی و دیگه همه تو که علیه پادشاه ایران رضا شاه پهلوی صورت گرفت، همین کار زد ایرانی همین آخونده هم میتونست باشه و با پف اینا را میتونست بپرانه. وقتی صدام به او عظمت یا فرزن معمر القذافی را به او بزرگی به یک حساب فرو پاشند حکومتشان، یا آخونده بسیار به باد هوا میرن، مگر اینا نمیخواین. اینا یک مرکز شیعه قوی که ایران است او را باید داشته باشه که او در عراق هم دست داره و در یمن هم داره و در دیگه جا هم ای موجود است. به هر حال همین چیزی که شما فرمودین، حتی تلویزیون وصال یک تلویزیون است که آقای ملازاده میچلانه، پول از او توسط امیا تامین میشه، امیا حکومت بین المللی انگلیس و امریکا
که اونا اشتهار کنن ضد شیعه ها، افکار مردم از ضد شیعه بسازن. در حقیقت هم هست بعضی بدعت و چیزهای مزخرفات در دین شیعه ما در ایران موجود است که اگر آدم در چا افتاده و امام غایب است و بازو میبره و دنیا را زیر و زبر میکنه و کچتو میکنه، این قصه های سانتا کلاز امریکا و ریزو ساختن و در دین حرام است، یا زیارت پرستی یا امام پرستی یا مسئله زنهای باکری که برای یک روز دو روز با اونا نکاب ببند و بازی ریلا بتی. این چیزا بعضی چیزایی است که اونا برحال او انتقاد سنی علیه شیعه عمیق است و او را اینا میخواین از طریق اشتهارات چونال ساتلایت و رسانه های برقاسا موجود است و در اینجا در امریکا و بعض جاها بعض رسانه های چون علایاری یکی بود به خیلی یک بچگک است این سندیاگو تکسی میچلان و آدم صاحب آل میلیونر شده صاحب از این پول ها و یک سره صاحب عربی و انگلیسی و دیگه صاحب زد سنی ها اونا جنگ اعلان داشتن. این جنگ عملی و اشتهاری را امریکا دامن میزنه، انتقام میگیره از روسا و امریکا و از روسا پیسه میگیره و طالبان. بله طالب یا ما شما هر کسی که دوست چی میگه دشمن دشمن ما دوست ماست، فرمول در هر جا پیاده میتونه باشه. فرمولای سیاسی تغییر میکنه در جهان، هیچ کس از خود پوره نیست، مجبور است اتکا کنه به این و آن. در یک مقطع روسا یا شوروی وقت زده ما مردم جنگیدن افغانستان اشغال داشتن، حال یک کسی دیگه اشغال داشته، اینا میخواین کمک کنه، خب ما برای استقلال آزادی خود ای تا بشر هست و تا قاف قیامت ای اتفاقات میفته، یکی بعد دیگه فروخته میشه، این جنگ دوام خواهد داشت. ای تو معجزه طالب هم کده نمیتونه که از بالا غوچی ها بیای و با بیلک میگفت چی در وقت پیغمبر اسلام، اطلاعات صورت گرفته نمیتونه، افراد و اشخاص عادی جهان هستند. بنان میتونن همینطور که حکومت افغانستان متکیس به کمک های دیگه، جنگ ها به از طرف دیگه وارد میشه، پول و اسلحه، همینطور طالب هم مجبور است برای دفاع خود از یک کسی دیگه کمک مطالبه کنم. اگر مجاهدین افغانستان همین کار نکردن 16 سال غرب به مجاهدین کمک میکرد. به هر حال همینطور است. بله سلام علیکم. خطاب صاحب سلام علیکم. و علیکم سلام. مختصر میره بانی صاحب. اول از اینجا شروع میکنم که من احترامات خود به جناب راهی صاحب تقدیم میکنم و او به من یک شعر گفته بود که هر که دروغوی باشه دروغش باشد و او روسیا شود. چطور همون شعر بود و بسیار خوبش امروز اگر یک شعر بگویه که امی پولایی که در اکاونت آقای مسکینیار عزیز و سخنور بسیار عالی هست، اگر اینا امی حرف بیرون بکشن که دروغوی کیست که گویا هم پولا بیاین، این می رای خیر است، این می رای ثواب است، یک شعر خوب راجع به این موضوع ارائه بفرمایه و در عین زمان از طریق برنامه پنج ستاره که جناب مجددی صاحب خلیل راغب پیش می برد اونجا هم اونا را تشویق کنند که این کار خیر پیش شود و ما علینا الالبلاغ. و در عین زمان حرف دیگه که من دارم جناب خطاب صاحب پولیس که بیشتر شما سر مسئله شیعه و سنی حرف زدین، ما میگیم که زنده باد امی مولا صاحبه که به نام چیز است که علیه علایایی صحبت میکنم و واقعیتش که امریکا اگر پیسه را میتا میفهمه که از هر جای میتا به ما ارتباط نمیگره، ولی من متاسف هستم که ایره هم شیعه عزیز ما باید در گوش خود بگرن که تا این حد تفرقه اندازی را مشنیدم که ایالاری میگه که از علی حضرت خونه میگه علی و عثمان ستالین های زمان کمونیست ها هستند، لعنت به همه طور یک آینه که به نام شیعه برگزار تبلیغ میکنه و اتو یک سخنوات خدا باز اونا میگن که ما صلح میخواهیم، ما برادری میخواهیم. ای که در رابطه با بی بی عایشه اینا چی افتضاح و چی تبلیغات سوننگینه اینا برام اندازم. پس ما میگیم که زنده باد طالب که بیایا و ای کیبل علیه السلام اینا را در گردن از اینا بزنه که بعد از او بفهمن که امان، ولا بگویم که ولا مانانم طالب شده، امانم طالبی شده. بله ما مبارزه میکنیم، ما مبارزه را نیست به جایی که بتانیم دشمن بزنو بیاره. خلاصا حرف دیگه که خطاب صاحب بسیار ضروره. وارور یک
بله بله اتحاد ما بله. اینمی همه دیره من نه کیوان سر اولا من ممنون آبه. میریم سراغ اعلانات دوستان عزیز برمیگردیم نظریات متفاوت افغانا را یعنی میشنویم در رابطه با اوضاع افغانستان هاشم جان سوالاتی خوبی را مطرح ساختم مگر وقت زیاد لازم است که آدم بیشتر بالای هم تو مسائل تحلیلی صحبت کنه چگونگی از او را بیان بداره در یک محدوده نمیشه یکی سوالات تشریحی است یکی فرض کنیم میتونه یک جمله یا یک چند جمله او را بیان بداره یا پاسخ بده به هر حال برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود ان شاء الله IQ TV Box تقدیم می دارد The Zone TV جدیدترین نوآوری در تکنولوژی باکس های تلویزیونی The Zone TV تنها با اتصال این باکس که با سیستم وای فای بلوتوث تامین می گردد نیاز به دش های ماهواره و هزینه های هنگفت چارج ماهانه ندارید بیش از 1000 شبکه های تلویزیونی را در سراسر جهان چون شبکه های افغانی، هندی، پاکستانی، ترکی، عربی و غیره دسترسی پیدا نمایید. این دستگاه دارای ویژگی های ویدیو آن دیمند که شما را قادر به دسترسی به صدها فیلم ها و سریال های ایرانی، هندی، ترکی و پاکستانی می دارد. باکس های IQ TV قابلیت تبدیل لسان های مختلفه را دارد. این دستگاه برای 2 سال گارانتی یا ضمانت دارد و بدون کدام وقفه اعلانات از یک چینل به چینل دیگر با آسانی چینل های دلخواه خود را می توانید تماشا دارید. غرض معلومات و به دست آوردن این باکس ها به تلویزیون پیام افغان به شماره 818-917-1588 به تماس شوید. اگر می خواهید سفر مطمئن را با خدمات، سرویس عالی و استانداردهای بین المللی در تمام کشورهای دنیا داشته باشید، اگر می خواهید سفر حج فرضی و عمره را با تضمین و قیمت مناسب دریافت کنید، اکرم تریول ایجنسی یک نام آشنا در عرصه خدمات ترانسپورت هوایی و اخذ ویزا و تجارب 20 ساله کاری در خدمت شما. بفرمایین انگام جان، سفر خوش باشه با آرزو دارم. تشکر از شما. من تمام سفرهای خود را به هر کشور جهان با اکرم تراول تنظیم میکنم. سفر خوش، راحت و مطمئن. هامبورگ، شتایندم 97، برلین، شترومشتراسه 22، اسن، فیگوفر پلاتس نمره 10. فروشگاه کانفورت و غوز انگول در آمبور بلشتید. این فروشگاه بزرگ موبل در آمبور با سابقه درخشان 7 ساله عرضه کننده بهترین موبل از مشهورترین و بهترین تولیدات ترکیه در خدمت شما. شما می توانید در این فروشگاه بزرگ انواع موبل های مورد پسند خیش را از قبیل موبل اتاق خواب، اتاق طعام، تخت های خواب، کاوچ و چوکی، فرش های مرغوب، پرده ها با رنگ های زیبا و قیمت های کاملا مناسب خریداری نمایید. جهت سهولت بیشتر شما بخش دیگر این فروشگاه در آلستن بیک کانفور با مساحت 1800 متر مربع با تمامی اجناس تذکر یافته در خدمت شماست. فروشگاه ما اشیای مورد ضرورت شما را با قیمت مناسب منتقل نموده و خدمات ترمیماتی را انجام می‌دهد. همچنان پرداخت‌ها به شکل قرضه از طریق تارگو بانک نیز میسر است. حبیب نوروزی شرکت هامبورگ جرمنی به افغانی خواندور و چو میبو دخپل و میلمنو هر کلی بکریم. افغانی پخلنزی لپاره توکی او مساله ستاسو دسترخوان تر رنگ، خوند او کلاو رو بخی.
د ودونو او محفلونو لپاره ښایسته او په ښکلو ډیزاینونو افغاني او هندي کالي او ګاڼې دلته موندلی شي. د حبیب نوروزی شرکت په عمده او پرچون ډول د آغلی فرخنده حبیب په مدیریت ستاسو په خدمت کې. چوپان کباب رستوران جدید افغانی در شهر هامبورگ، اشتایندم شماره 32، با غذاهای علال خوشمزه افغانی شامل انواع کباب ها، کرایی، چاینکی، دو پیازه، لونگ، همه روزه از ساعت 11 روز تا ساعت 11 شب مهمان دارد. چوپان کباب با سالون زیبا آماده تجهیز از محافل شما و فرمایشات خارج از رستوران شماست. این بیست امرای چوپان کباب در کنار سایر غذاهای خوشمزه ساندویچ لذیذ را و شیریخ افغانی را ارائه می دهد. چوپان کباب، اشتایندم شماره 32، شهر هامبورگ. آریازرگری، آریازرگری ست‌های طلا و جواهر زیبا و گرانبها را با دیزاین های کلاسیک و مدرن و قیمت های مناسب برای شما عزیزان عرضه نموده و تا یک سال به صورت رایگان ترمیم می کند. ما طلای شما را مطابق نرخ روز با پرداخت پول نقد خریداری می کنیم. آریازرگری لوازم عروسی و شیرینی‌خوری شما را از قبیل کنجه، سبد و کارت های دعوت تهیه می کند. گران دوستان سلامونه و احترامونه بیا هم استاذ خدمت کی و البته د افغانستان د پیښو باسته دوام ورکو. تاسو هم کولای شئ چې نظریات خپلې راکړئ. دوستان عزیز عزیز سلام او احترام خدمت شما. البته وضع افغانستان آنچه عرض کردیم در طول چند روز اخبار و رویدادهای اخیر افغانستان گرد همایی در یا یک حرکت صلح در هلمند توسط هلمندیان خیمه برپا کردن و صاحب فریاد صلح بلند شده. یک چیزی که عقیده ما اقوای مردم افغانستان است تا افکار مردم اخفال بودارد
در حقیقت خود مردم باید بخیزه ضد اشغال پای همی 16-17 ساله در برابر مردم افغانستان. صلح معنایش چی است؟ یعنی همی اشغال بپذیرین در همی خطه بیگانگان شما را اونان بته، امنیت شما را هم داشته باشه. او درست نیست در مگر نه چرا در وقت جنگ علیه ارتش سرخ همیتان صلح میکردین خانه با خانه در هلمند، در قندار، در دیگه مناطق افغانستان؟ اما حکومت دکتر نجیب اگر میپذیرفتن بهتر بود. این حکومت ضعیف بی‌معنا در او ارگانش خاصی ورزیده تر یعنی مامور بودن و صدمی ارتش سرخ هم بیشتر اتکا که دین در خطر است و دین حال خوب دین و این هم از بین رفته است. فرهنگ افغانی را از بیخ ریشکن ساختن، عام مردم از قریجات و صاحب از مسجد تا میخانه همه در خدمت از اینا قرار گرفته. دیگه بنان ما فکر میکنم اشتباهات صورت گرفته از آغاز تا این دم. یعنی مبارزه برای صلح وقت حقانی و درست و عادلانه خواهد بود که مردم اختیار خود داشته باشند. این جنگ وارداتی، پول وارداتی، اشغال، بدبختی ها، سردرگمی ها باعث جنگ میشه. هر قدر شما میکروب در بدنتان بیشتر تزریق شوه هم به مو حد تب شما بالا میره. شما باید میکروب کم بسازین. یعنی ویروس مورقه و تب و اینا را یعنی منهدم بسازین یا در برابر از او یک تزریق پنسلین و اینا داشته باشین، آنتی بیاریک، تا او را بکشد تب شما درست میشه. اگر شما میکروب خود دعوت میدارین به بدنتان، میگین تب ما باید با آب سرد فروکش کنه و خوی درست نیست. داستان در این جمعه طور است. بله سلام علیکم. لا قایی صاحب چنگه جوڑه پا خیر؟ سلام علیکم. من که اجازه یا دوی دری گلیه ساس نلرم در برنامه چه درم روزای خدایی در پرون هست ما تا یک سودا پیدا سویده در دقیقه خدای دو بخشی جنه صاحبه کشمنده وی دیر علمانی بکلی وی پرا پا در اطل پا دوازر که در کتاب چاپ کرده و مخت پروتی امریکایان سوکتی نو در سوپر فکر که ناوگزه در چه خطاب سا در شیب تی دیر کمی و ساته تا اراز وی چه موزکان خراب کلی دی دستا آینده سرمایه دستا خواست زمارن دی ستا در خولیه در تندی خولی دی زمادی بخشنه دی در دیر غنی دی عشیب تی دی اسی عجی داوت و دا گرده دا آینده داری دا تل سکاله داری دا ورس دا کتاب چه مانه نوکاته واکیان اگه چی نا تل سکاله مرش خبر چا بزنگ پاته کیزی پا دا اول سریزی که دلی کلی دی واکیان چه دا جمعیت و نظار زیرترین کسیبترین به ناموسترین ظالمترین تنظیم دی پا اول سپاک بسریز که تل سکاله مرش دا پیشوی اکریو دا کتاب داد والا پیسی پیدا کم زر دانیا نور چاپوم دا جنرال صافی دی چارا اگه وقت پینزه ساو دانی چاپ کلیوه دا گرد چاپوم بده سارت خدا سار شیم تفتای نزای کهی ها دی کوان در تطوب طوله شدا باید کمی و ساتر سی دوم خطاب سام دا درازه گلا پا دیل رو ما تا خواده استراغان روشن اکلی دی داخل گولی حساب نکم تری که برای خدا دیخ با میدیاش دی سنیر استاد دا اولی با دی ناسی دونی چطا با تیلیفون رو خیلی برای خدا پا ترکی سا استاس گلا کوم داکتر سید کازم استاس زیرکی سا صدیق متی نسان امیری عباسی صاحب تاس با میدیا که از خبری دی لکتار سا چی داری دا جرانی نوائی تاسیم یو خدا ملت خوک متحرکی پر نظام که خراب دی پر دو خود تو که امریکایان تو خوبان با وای چی جنایت کارو دا ولی با تاسی تین جلدار باسی شتاسی بنو تلیفون در زی دا و تاسی یه وقت استاد به پروفیسار و کردی ودان او سی و ماجر افغانستان که زبان پا کسیم دلتی زوم خیرات خوره توم خیرات خوره بلا و شرمیر چی واز دای سو چوب خطیان در بان در زو لین دوار که سوز سای سوم گلا کیزی شرم وکی دا پا ایلوان کی دا دیس راسی تاس خون وجاری خجالت و باسی تیلی ساعت غیبتو نکوی راسی مغازو تو راسی دو سور کم اترون ساسی دی لباسون ساسی دا باس داواد وکوکم در حکی را کل کیوی چیر ورکی از دیسر پا غم که شریک سید دیسر وجاری جنایت کارم تاسین ملی خندا قیدات کموز دیر بی غیرات کلولو دیر بی ما تکلولو برادر جا کم برادر تاسی دا انتظار من پاسی شاس منو تلپون در چرا سو ترکی سو بنا خبر آنی میدیا که دنیا در سیاست سو خبری راس دا ملات متحریک پریو پلیت وام که تو که چون ملات وخزی کرزی غنی منی عبدالله قصیب دا گرده قتل عام دی واجب قتل عام دی دا دی بیشارا
لابا صدق مجدد صار رخ بوردكي وزمردق انتظارو هتشعل بيخ يابي ويلي يابي ولان دروس نيسوي تدا دغي تيموشا سان سابي ولان يمتلك سادولاري داخل دا زخ تقدي لبيك وايك وابي بسولي هاريتي وزخ بوردكي اغو خنساسي يعني تايبي دار شايد بردر ما تستاس او دادا ارشيب نوكي فكر شوترا خراتي شد ارشيب دي زهير نيسي دا اشتاوة تلس او خلقاس تلس خالي مخي بيات اخلاد الاقبر جمعيات دويتلين طالبان شاسر وجهيزي یوازی دغه نه دی امریکایان نه دی جمعیت هغه رزلترین دښمن د افغانستان راکنده جمعیت و نظار او خطاب صاحب کور و دان جنا صاحب اتلس کاله مرچ دغه پیش کوي یو ډیر من او دان مون نو کوشش کوي دا وسو دا وسو چوب خکان بابا راسی نو راسی د تلویزیون د ګور دی ګور ته خلاص کړی د دروازه هیڅ ته بزنس ته یادار نه چیا شوی نی زارا ایو سکتی دا شي خبرې کړو هغه وم دغه پیدا کوم د وایستوم دغه ته غنیته شارم که ګره دی اخره د مودنی یاد کړی و تا چاسم ایسه دا خو کی تلیفون کنه او کی نکنه او مسولیت خود از شما است کی بشار دانش داره در دین در چی میگه علی مسائل دینی را هم کولگی میدونه اما مبتدیات دین بلد هستن پرسشای بشار قوی که باز هم عالم دیگه باز طرف آسمان سائل میکنه و نمیدونه نه غیر عالم او را پاسخ هم داده نمیتونه در این فرایات دین ملا میه علما گپ میزنن و میرن پس کار خود شیعه را دو بزن شیعه سنی را در این محدوده گم هستن در سیاست هم همیتور هست سیاست افغانستان قدر روی روش هست قدر تشریح شده که دیگه تو چیزی پوشیده دیگه نمانده که اگه عالم باز بیای و بگویم بگویم واو والا ایل خود ای چوشی ما نبود آفرین والا دانستیم و اونا اپدیت هم نمیشه خب از ما میاموزه می اخبار ما را میشنه و تبصره های ما را میشنه و از او بهرمند میشن و میدانن تو رازای مخفی افغانستان اونا هم خبر ندارن که قاضی صاحب فرمودن این خانوما وظیفهشان است مسئولیتشان است و این رسانه ها باید تلفون بزنن خود اختیار هستن اینجا کدام مردم ماش نمیخورن که تلفن میزنن هر یکی والنتیر خود رضاکارانه برای افغانستان خانم افغان هم اگر خود منور میگه و غیر منور و مهم نیست صرف نظریات خود باید بیان بدانند فکر نکنین که ما بسیار ولا منور هستم یا کسانی که تلفن میزنن این مردا بسیار دانشمند و عالم هستن و صاحب وا وا یک چک چک اوتور نیست نظریات تانه بیان بدارین واقعا در افغانستان خود نیم کتله یا بیشتر زن حساب شده است چون مرد بیشتر در جنگ قرار میگیرن این معمول است در کشورهای جنگ زده تعداد زنها 60 و 65 بالا میره که اونا صدمه کمتر برای از اونا میرسه و حتی اینا میگن که زن بیشتر عمر میکنه نسبت به مرد اگر در حالت عادی و نرمال باشه به هر حال بله سلام علیکم بله سلام مجدی صاحب سلام و رحمت الله خیر و خیر خطاب صاحب حضور شما با حضور بینندگان تلویزیون با حضور محترمان پیروان سال سلام و احترام خود تقدیم میکنم و علیکم سلام جناب خطاب صاحب چند بار مصدا کشیدیم سر مشاعرهای محترم خود که در این بهاری شعرهای هماهنگ آفرین بگوین تا مردم را زنده بسازن برای یک مسئولیت و یک جیبه وجیبه دینیشان با کمال تاسف که شعر شعرهای ما هم یا کرک شده و یکی شعرشان راجعه بسل نمیه اگه اجازه شما باشم یک شعر از نمیره بخونیم بفرمایید که اونا نمیخوانیم شما بخونیم در رگم خون در برم دل در تنم جان مرده است وای بر من طفل عشق من به مژگان مرده است تیره روزی های ما پایان ندارد ای درخ در سپهر ما مگر خورشید تابان مرده است شیر بر لب شور بر سر نشه در می می بجام ساز قانون طرب در بزم امکان مرده است زندگی جز رنج و درد و بیم مفهوم نداشت وای بران که به شوق آب حیوان مرده است نیپیام از آشنای
نه نسیم از گلشن کس نمی آید مگر باد بهاران مرده است. شهسوار کو که در میدان سرافرازی کند، شیر مردار از غم صد در گریبان مرده است. جای لاله خوندم در کوه صحرای وطن، آتن داری چراغ شاه مردان مرده است. جاودان مردی که یک جا مرد در راه شرف، وای از آن خائن که در صد جا پشیمان مرده است. جاودان مردی که یک جا مرد، جاودان مردی در راه شرف، وای از آن خائن که در صد جا پشیمان مرده است. آفرین. شعر استاد از خلیلی، شاعر شیرین سخن. شعر استاد از خلیلی، شاعر شیرین سخن. شاه مجدد صلح میخواهد که وجدان مرده است. اوه آفرین. شاه مجدد صلح میخواهد که وجدان مرده است. شعر از استاد محترم ارواشاد استاد خلیلی بود. نقد تفسیرش مربوط به افغانهای ما میشه، بخاطر که دای افغانه ما بدوز از نقد دیگه کماله که به کمال تأثیر ندارن. شعر دو استاد از خلیلی، شاعر سیرین شیرین سخن. شاه مجدد صلح می خواهد که وجدان مرده است. درست فرمودید. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب محترم خطاب و علیکم سلام استاد. عجب فرمودین و شعر خلیلی صاحب هم دوباره زنده ساختین و به مون موقع یعنی میخوانه در حقیقت این شعر برابر میاد. بله سلام علیکم. برادر محترم خطاب صاحب سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله. خوش آمدید. خوش باشین، زنده باشین. خطاب صاحب، به نظر من یعنی نظریه که روسیه و ایران طالبان کمک میکنن، من فکر میکنم که شاید همین نظر غلط باشه. چرا که روسیه و ایران در سوریه در اونجا همو دولت اثر کمک میکنه، واضح میگن که ما کمک میکنیم، از کسی کدام ترسیبیم هم نداریم و اتو کدام اسناد شواهد موثق وجود نداره که آدم در غیر از دروغگویی میشه که یعنی همه تی اگه دواره کنه بدون ارزی که کنم. خود ایران میگه من نمی کنم و ایران یک دشمنی تاریخی با افغانستان داره، با سونیا داره و فعلا بسیار ساعت همی شیعه های دوازده امامه در افغانستان بسیار ساعتشان تیر هستن، آزادی مطلق دارن، 30% قدرت در دستشان هست، تفنگ در دستشان داره، در تیاره میشانی شده، مردم سونی را بمباردمان میکنه، تفنگ در دستشان داره، جایی که یک نفر باشه ده نفر را میکشن. عزیز من فکر نمی کنم که ایران این کار کنه که برای طالبان کمک کنه و از نگاه منطقی چرا که کدام سند موجود نداره که کمک میکنه. و دیگه ای که همی آقای متفکر و آقای مفشن یا دیگه همی مردم را که بیگناه می کشن یا می خواهیم که یک بیلانس موافقت خود را برای اشغال نشان بدن که چرا که همی قوای اشغالگر برایشان گفته که شما عسکرتان بسیار بیکفایت است، شما بسیار رشوتخور و بسیار بیکفایت هستی و عسکرتان هم بسواد است و ما دیگه شما را زیاد نمی تانیم که در افغانستان باشیم و شما پشتیبانی کنیم و میخواین که به هر صورت باشه یک بیلانس از موفقیت خود بر از نشان بده و هر کسی میکشه. شما ببینید اسرائیل که یک مملکت است که بسیار بدنام است و همین مدارس مسلمان ها و یاد در فلسطین غرض نداره، بمباردمان نمی کنه، مردم آزاد در اونجا در مدارس درس تعلیم خود می خوانه. در افغانستان از چند وقت شده که در مدارس در مساجد بیران می کنن، علما را می کشن، هیچ ارتباط با طالبان نمی داشته باشه. ای خود افغانستان یک مملکت مذهبی است، از قرنها است که در اینجا مدارس وجود داره. دیگه داره همایا دین اسلام می ترسن که مردم از اسلام آگاه شوند، شعور سیاسی پیدا کنند، زیادتر موقف از یاد ضعیف میشه و یکی هم موضوعی است که از خودی ها می خواهیم که یک موافقت نشان بدن. و در نیویورک تایمز هفته گذاشته از منابع موثق و بهتر خبر هستن گفته که در سال 2015 36,000 عسکر افغانی گریخت و در سال 2016 و 2017 همچنان به این مقدار و اضافه تر و یا حتی موفق نیستن که نفر کسایی که با سواد سوشیال هست میفهمند که در 200 یا 300 دلار میری در اونجا مردار میشی
و برزمی اشرف غنی و همی وطن فروش ها جان خود از دست میدی که یا سر قدرت باشن نمیرن یا نفر نمیرن یا هم دیگر زمان سرک کرده حتی همو ایروهی میرم کش کرده میبرن با دمو جوه ایروهی نشان برش میرسانن چرسشان برش میرسانن مدام میگه تو در اینجا همو سیاهی اشکر لشکر مهم است که چند نفر مدام جمع کنن و زیاد از زیاد همین ویقتان گفته که بیسواد هستن اصلا یا استفاده سلاح رو نمیفهمن و در غیر از او اگر موفقیت دهی باشه که مملکت های خارجی یک کسی رو کمک کنن و موفق شوند خوامی ها را 49 مملکت اونم کمک میکنه چون یا موفق نیستن و طرف مقابل که فرض مثال ایران یا پاکستان یا روسیه کمکشان میکنن سه مملکت من فکر میکنم که اگر یا مورال جنگی اخلاق جنگی یک به اصطلاح یک مشروعیت در مبارزه خود نمیدیدن هرگز یا موفق نمیبودن من فکر میکنم که گپ دیگه جای افغانستان اشغال شده یا افکار مردم یا میخواین که اخفال کنن و کنار دفتر روس و دفتر ایران و دیگر دیگر مشکل اشغال از خارجه باید از افغانستان براین و مردم افغانستان هیچ اشغال قبول نمیکنن عجب چرا مقبول چرا تحلیل خوبی طور معمول هم تو جانانه صحبت میکنین نوش جانت والا بعد متراس افغانستان اگر 49 کشور یا بر قدرت جهان و شمول امریکا که دنیا را در حقیقت در عالم رمی اسباب به دست از اینا افتاده و دنیا قطب شده هم از لحاظ اقتصادی دنیا را گلوبالایز ساختن و هم از لحاظ نظامی اینا در رأس قرار دارن در افغانستان در جنگ با یک چند نفر طالبی که یک بار به کلی اونا را نصفی از اونا را به گوانتانامو بردن و نصف را تعجیز کردن و زدن و کشتن و سه همه عزیز هم یک دروغی بیش نیست یقینا واقعیت هم رمی است که اینا جنگ نمیخواین و اردوی افغانستان هم نمیخواین به او حد تربیه نظامی داشته باشه که طالبان را تار و مار کنه و از بین ببره همینطور نیمخواه میلا میتن دو ماه یکی میاره یک بی عقل بی سواد سر سرک گفته شما بیکار سر بجلبازی میکنه در پیش قریه خود او را میاره و پدر و مادرم از دست از او پکو شده که چرسی شده ببره نشه صاحب در عسکری یک لباس معبول در جانش میکنه و سرش تراش میکنه صاحب جوان 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 صاحب سر جالب بود یک تکیه از هفته گذشته بود فکر میکنم از صرافان هرات نشان میدادن که یک 30-40 نفر محافظین کسایی که صرافی دارن اونا اما بادیگارد و اینا را یا پلیس یا قوای دفاعی را هایر میکنن و استخدام میدارن محافظین اونا را صاحب لباسی از قریب به تنی از اونا کده بود صاحب همه را ردیف استاد کرده بود و رجت تیر میشد در برابر از اونا موکت اشرف غنی و دیگار را میکرد باز استاد میشد که ستری مسیحی با جوان 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 چیر میزد صاحب او را به حیث یک ظرافت درمی خود تلویزیون طلوع دیدیم بسیار برای من جالب بود او را ضرب فرض کنیم یک 100,000 و 200,000 بدارین عسکر اردوی افغانستان همه تو یک حیثیت دار و اشرف غنی هم همون صراف ایرات واری عبدالله عبدالله یک جای میرن و سر ستری مسیح جوان جوان و هیچ جنگ نمی کنن افتادن ستری مسیح دیگه چی از خود اگه حالت حراس قرار دارن یعنی یک مرد جنگی به از 100,000 که میگن همه تو را هست یا لشکر هست همه تو لشکر ماشخور به تعلیم و به تربیه نظامی همه تو انداخته میرم در دهن طالب و هم زده میرم تو با همه یک مشکوش هم اگه در دستشان باشه یا شکاف شکاف میکن بله سلام علیکم بله سلام علیکم الو بله بله مشنم و علیکم سلام بفرمایید خیر و خیریت برادر محترم سلام و احترامات خدمت شما تقدیم می کنم خدمت که وطن فروش ها خراب است که نمی یک دو سال پیش هست قوای اجنبی شد در این ولایت قندوز در یک مسجد جامع شد و مثلا صدها نفر به ناحق کش به شهادت رسانده و صدها دو صد نفر دیگر هم زخمی کرده و نفرین برای قوای مسلح وطن فروش افغانستان
در برابر 300 دلار اینام آزادی و استقلال وطن تو چت سید کسیف اینا مردم تبار کردن و خداوند اینا را تبار کنه برادر. دیگه چیزی گفتنی ندارم. خداوند ناصر و نگهدار تلویزیون افغان خوب باشه. تشکر قربان. اول خواهی می صدمی عملی هوایی میگه ده برابر جنگای زمینی و اینا از چون از بالا یک بام می افتد یک قریه را می تانه تخریب کنه و اهالی از او را به حساب به قتل برسانه. این سب معمول است از لحاظ نظامی ضربات هوایی زیادتر کشنده است نسبت به جنگای تن به تن و زمینی. و اگر یک نفر در جلو یک هواپیما می نشینه و پرواز میته و او نمیدانه که کجا را بمباردمان کنه و به کدام نحوی عمل کنه و به شکل مسلکی بسیار میتونه خساره برسانه و اهداف به حساب جعلی و ناحق بزنه صاحب که اونجا هیچ اونا ارتباط نداره و دشمن در اونجا موجود نیست. بنام نمیتونست یعنی عملات کور میگه کورانه حمله کنه و دیگر از بین ببره و بکشه همیتونست. و همینجا اردوی افغانستان هم چون از آغاز تا این دم قوای هوایی افغانستان فلج است بنام دیگه تو پیلوت های ورزیده هم ندارن. چند تنی هست که همی بلک هاک و اینا هلیکوپتر پرواز میته باز هلیکوپتر میگه چی تو شکل شخص مسلکی هم کار نداره. بسیار به طور ساده و میشه پرواز شد و در محل میتونه بینشینه. یا تیارای هواپیمای جنگی او میگه بسیار مغلق هست و آدم یعنی مسلکی تعلیم یافته لازم است تا مرمی به هدف بخوره و یا بمباردمانی که میکنه. متاسفانه همینطور بوده. بله سلام علیکم. سلام علیکم آقای خطاب. و علیکم سلام. بفرمایید. در خدمت بحث های سیاسی شما من چون سیاست مدار نیستم و سیاست کمتر میفهمم شما و ژورنالیستم نیستم شما بهتر میفهمین و من همیشه پروگرام های کنم گوش میکنم از او یاد میگیرم. خودم مخلص را شرکت نمیکنم چرا شما همه گپا را و سخنها را شما میزنین عالم هستین در خدمت و دوستایی که در خدمت پاره دارن زیادتر تماس میگیرن. ما یک دو شعر با چون آقای مجاهدی صاحب گفتن شعر نمیگن ما یک دو شعر تقدیم تان میکنم. بفرمایید شعر مهربانی. ای وای طالع ما که در روز نخست ای وای طالع ما که در روز نخست چون قسمت شادی و غم میشد درست شادی رسید به یک قسمت از افراد جهان شادی رسید به یک قسمت از افراد جهان داد غم به افغان که این قسمت توست. درست واقعا که قسمت ما بیچاره همیشه غم است. هیچ وقت روزی چیز ما ندیدیم که بیشینیم بگویم برا یعنی یک روز خودتر شده که روز زگه کنن هر روز اینمی چیز است. یک شیر دوم بسیار کوتاه بسیار بفرمایید. به نام بهار وطن بهار. آمد بهار و این بهار و این برایم یک بهانه میگردد که احساس دلم زنده و شاعرانه میگردد. خدایا چرا گردون با ما این جفا را کرد که در بهار ملک ما خراب و ویرانه میگردد. چه طور بینم کش در چشم دختر افغان با نسیم جدا و بر رویش لوانه میگردد. تمام آسایش چو دولانه ایست برگردن ما که یادی از آن طفل یتیم و جانانه میگردد. از آن چه میگذرد در ملک ای هموطن من کجا ماند کسی در فکر همه دیوانه میگردد. بهار ما همان روزی سیار خوب من که جنگ پایان ختم اشغال بیگانه میگردد. دست به دست داده از هر قومی که هستیم ترک تعصب و به سوی وطن روانه میگردد. بسیار اولیا خیلی صاحب بسیار لطف کردین مهربانی کردین با صدای جدی صاحب لبایی گفتین یک شعر یک سرودی یک نثر یک نظر ضرور نیست اما علمای سیاسی باید تلفن بزنن. خب نظر یک افغان است
یک وقتی میگفتن که آوازی سر چوک وزیر مقرر میکنه و صدر اعظم از چوک کابل به دفتر را میابه و وقت تمامی تو بود. یک دفعه در کابل آوازه میشد که الحضرت پادشاه وقت ظاهر خان فلانی آدم میخواید صدر اعظم باشه به کابینه به شورا معرفی میداره. باز مردم تعجب میکرد، باز دیگه میگفتن که نیاشته ببینین امو آدم صدر اعظم. باز واقعا همونطور میشد. از اونجا بسیار آسان بود که از ارگ یک گپ از درون ارگ و محفل پادشاه بیرون شوه و آهسته آهسته در میان مردم او تیت میشد یا پخش میگردید و او آوازه آهسته آهسته به گوش مردم و بالاخره میدیدن امو آدم صدر اعظم بود. یا فلانی آدم وزارت به فلانی شخص یعنی تفویض میداره. همینطور یک چیزها رو میشنیدیم. اینجا هم یعنی از امو چوک خو اینجا نیست و در اونجا هم آوازی سر چوک معنی از اینکه آوازی مردم افغانستان یا عام مردم اصلا هدف همه تو یک چیز بود. حالا ما شما امو آوازی سر چوک اگر در سیاست نیستیم، اگر به حساب در حقیقت ما حکم روایان حکومت موجوده نیستیم، در سمت کدام دستگاه حکومت ماموریت قرار نداریم، حداقل از لحاظ می آوازای سر چوک ما این بر اون بر میتونیم نظریات خود بیان بداریم که در افغانستان چی میگذره. یکان بار ما خصوصا از منطقه لوگر افغانستان از سرخاب هستم و در اونجا با ملکا و بزرگای قوم و افراد و اشخاص عام افغانستان در امون لوگر سرخاب مزیاد نشست و برخواست. در امون وقت جوانی که در افغانستان بودیم و در مدرسه و کانون تعلیمی پوانتون باز اونجا سفر میکردیم مینشستیم. بعضی افرادی که تنها یک مهر داشت دور میزد و صاحب حتی خواننده و نویسنده نبود، یک بی سواد یک شخص شمرده میشد، به حد منطقی و مدلل صحبت میکرد. باز میدیدین اونجا بعضی افراد ما از صنف 12 فارغ شده بود، یکی از فاکولته یا پوانتون کابل در اونجا حضور می داشت، باز می دیدیم که آدم بسیار منطقی از او چربی می کنه، بهتر مسائل می تانه درک کنه، دانش از او در بخش شناخت مردم حل معضله قومی بسیار وارد بود و بسیار دانشمند و منطقی به مطلب یعنی می چسبید و صاحب امو یک نظاره در یک قوم می تانست و آدم برطرف بسازه. دیگه بنان ما ضرور نیست که یک شخص بسیار عالم یک مسلک باشه، خصوصا حقوق یا سیاست که او آدم حتما باید در پروگرام ها او نظر بده و باز نظری از او شخص بسیار وارد است. ما بسیار افراد در زندگی خود دیدم که تعلیم عالی نداشتن مگر افکاری بسیار عالی داشتن، شخصیتی بسیار عالی، ایمان بسیار برازنده و افکاری بسیار تنویر شده یا منور داشت در برابر دیگرا، از تعصب خالی بود، از انتقام، از دشمنی ها. اینجا یک شاعر است در محل ما، امو رئیس شعرا امو آدم هم میگن، مگر او آدم که بینشینی و زد پشتون سه و خودم شاعر ورزیدی افغانستان سه یک دوسه پای کده یک جایی که میورداره و بازم تو لنگ لنگان او رو میبرن خانه سه. اون امو آدم عالمه یعنی در ادبیات او شخصی بسیار ورزیدی افغانستان هستند، حتی در مجامع ایران و تاجکستان و افغانستان او آدم معروف هستند. در این جوار ما زندگی میکنه، اسمشان بنابر احترام من نمیخوایم ببرم، مگر به حدی آدم تعصب داره ضد طبقه پشتون در جایی که میشینه گویا غیبت پشتون هم میداره. ما از اونا دعوت کردم که بیان در این تلویزیون و تیر خدا آمد و یک رقم به یک لحجه به یک شکل پاسخ گفت که ما دیدم که لعنت به همین ادبیات بالا و سرودن شعر و اینا. اما آدمی که باز متعصب از وطن فروش است، او در شعر و نثر از او، در ادبیات از او، از طریق سیاست اگر بود، از علم سیاست او وطن می فروشه، عالمانه می فروشه، متخصص می فروشه. یا یک نفر اگر صاحب قلم و کاغذ و شعر است، او سروده هایی را بیان می داره و که به سود اشغالگران بیانجامه، یا بسیار متملق و مداح و دروغگو هست. بله
ادیب است، مگر متملق است، بیمان است، وطن فروش است. دیگه بنان دوستان عزیز، شما گمان مبرین که یک نفر در یک بخش تخصص داشت تو بسیار یک شخص مفید اجتماع میتونه باشه. بله سلام علیکم. آقای مسکینه، آقای خطاب هم سلام دارم. خب بیادر خودت از اینجا اونجا می سلام دارم. ضرورت شد خیلی بسیار ببخشید. ضرورت شد آقای خطاب که من باز دوباره صحبت کنم خدمت شما و بیننده های محترم. ما با آقای مسکینه ها صحبت کردم، اونا خوشبینی نشان دادن، گفتن آقای خطاب اگر افهام تفهیم کنه شما برنامه شو بشنوید. من گفتم که این آقای خطاب آرزو نشان دادن که همکاری بکنن و خودشان هم پول قابل ملاحظه را لازم دیدن و پول پروژهشان هم هستن و همراه با می کمیتهشان همکاری کنن. آقای مسکینیار حسنیت نشان داد و با استفاده از این موقع میخوایم این پیام هم با شما رساندم و از ضمن یک سوالی که از اونا مطرح کردم امور از شما میخواییم همین چطور میتونیم حرکت های پارچه پارچه سازی که وجود داره، همین سوال کنم از آقای مسکینیارم، چطور میتونیم این حرکت های پارچه پارچه سازی که وجود داره که کلشان حسن نیت دارن برای افغانستان در امریکا در اروپا و اینا، چطور میتونیم این حرکت ها رو منسجم بسازیم؟ این همین دو مورد به شما عرض کردم. حرکت ها صد بار چرا نیاشم جان، تشکر از اینکه لطف کردین. اگه این پول بره یک چیز برات بگویم آقا، همین پولا اگه بره برای یک 200 نفر خانه و تعمیر، یک چی میگه سرپناه درست شوه، در او ثواب خودت شامل میشی قربان والا. ما این رو واضح برد من گفتم و رسالت خود انجام دادم. رسالت انجام دادی، خیر ببینیم. حالا اینجا بیادر به نظر ما پول جمع شده به یک منظور تعمیر که خانه مردم ویران شده بود یا زلزله بود یا آفت سماوی برای بدخشان، و اگه او وقت نشد یا بنابر مشکلاتی بود، و ثانیات افغانستان بسیار زیاد است. اگر مثل که یک بدن دست بشکنه و برای از اون مردم پول جمع کنه، باز دست آهسته آهسته یک کج جوش بخوره یا درست شوه یک ترتیب دیگه، اون مشکل دست دیگه موجود نیست و کسایی که در بدخشان بودن و پول به اون منظور جمع شد اونا رفتن شاید صاحب خانه شدن، یک سرپناه در میان قوم این طرف و طرف چاره خود کردن، ولی یک ثانیه دیگه به وجود آمده، یک کسی دیگه ضرورت داره، یک مشکل دیگه در افغانستان. خب پره ثانیات هست افغانستان، امیالی اونا در اونجا یک بام افتاده، بیشتر مردم اونجا کشته شدن، عزادار شدن، و یک ثانیه هست پول لازم داره، اما مردم یک خانهشان ویران شده یا یک پول ویران شده، دوباره در افغانستان اگر نقل داده شوه با عرض کردم دست اگر درست شد، خب صاحب امروز میگم گردن ما درد میکنه، و گردن هم مربوطه این بدن افغانستان است، امور باید مصرف شوه امو پولها و یک هیئت تعیین شوه خود از اونها کار کنم، مرا اگر شامل بسازه یک کمک درست نیست. ما میگم او پولی که ما داریم برای کلینیک جمع کردیم، ما 35000 دلار در می اکاونت مانده و ما یک کمیته هستیم، تو ما شخصی جمع نکردیم، آقای مسکینیار شخصا اونا لطف کردن جمع کردن و در تلویزیون خود انداختن پولا را. باز بعد از این 5-6 سال است که او پیسه همونجا منجمد شاید مانده باشه و اونا میگن امو پولا را در حضور شما ببرم، ما هم برشان دعا میکنیم، در همینجا دست بلند میکنیم که خداوند یادم خیر بده و صادقانه عمل کرد. اگر دو وقت نمیتوانست حال این دو لک دلار را برد مسکینیار صاحب تایی امی یک حیات. ما طرفدار یزی نیستم که یک شخصی پول ببرم، اگر اون ما باشم یا آقای مسکینیار صاحب باشن یا کسی دیگه باشن، من میگم یک گروپ 3-4 نفری که ما هم او را اعتماد کنیم، اونا را تعیین بداریم در اونجا هم، و چیزی که من میدانم معلوماتی دارم یا وسیله خدمت و کمک شده میتونم او را میرسانم. در اینجا اگر کسی برای ما پول داد و او را جمع میکنیم با هم به مو کمیته میسپارم، به یک شخص نی او را ببرن توضیح کنن. ولی خواهیم تلیفونی تانم میتونه فیلم آور داره امور بیاره، قابل قناعت است دیگه. قدر ما اگر بریم کی را کجا بردن، باز کی گرفت و آدم نامش چیست، باز آیا مصرف کرد، او دیگه باز بسیار مشکل میشه. امی که پول میره اونجا به درد یک کسی میخوره، اونا از او مستفید میشن، اما گپ حل میسازه. اگر ما بشینیم که باز در عین منطقه عین مردم خانیشان باز ویران شوه، باز ما فرصت داشته باشیم، یک کمی دشوار است. ما میره چی؟ آمدیم بالای پولی که ما داریم برای کلینیکا درست شده. اگر او را مسکینه سر میره کلینیک درست میکنه، سرپرستی از او را میکنه، ما به دست همیجنا میسپاریم. یک محل آقای بیان صاحب در شینوار، در شینوار اونا سراغ دیدن، گفتن اونجا
به وسایل طبی موجود نیست، پرزوسه بسیار بد است و کلینیک برای همی خانم های عمله اگه ایمار شده. ما گفتم درست است، ما همی کمیته ما لبای خواهد گفت. ما یقین دارم آقای زاکر صاحب هم خیر خواستن، آقای انجینیر صاحب زبی عبدالله و عبدالله جان طاهری. ما دیگه کل همی 35,000 سیر اگه بکشیم شاید اونجا هیچ پول باقی نمانم، 100-200 دلار امور را ببرن. واقعا ما خوب برای این منظور را جمع کردیم و 5 نفر در اونجا متواتر میبینن. حتی امضای ما در بانک کار نمیده، در اونجا در بانک نماینده ما آقای عبدالله طاهری هستن، یک جوان بسیار شریف و نجیب ما. دیگه اونا میتونن که کمک کنن برای از اونا، من میتونم چیزی که میتونم. من اگه 2 لک دلار میداشتم بازی سوال طرف من راضی میشد و اونا هم بیچاره نگفتم اسکینیار که ما این پول گم شد یا نمیتونم. میگه هست در میگردن ما همونتو آویزان هست، همونتو یک بار واری هست، یک بار شما از اونا پرسیدین و اونا امور فرمودن و شما رو خداوند خیر بده. اگر یک کار شما میتونین، یک کسی دیگر تشویق میکنین، یک عمل خیر وسیله میشین داخل یک ثواب برای مردم افغانستان. دیگه یه تو درد کل افغانستان هم مداوا نخواهد کرد، مگر مسئولیت ما مردم رفع میشه به حیث گویندگان. ما اعلانای فوتی مردم را قرائت میکنیم، دعا میکنیم. ما میگم بابا دمی زمره اعلانای فوتی که هر سال ما جمع میکنم 200 و 250 حتی 300 اعلان فوتی دارم، یک چی دارم دوسیه مندازم هر سال وفیات 2017-2016 تو قطار ماندیم. اون روزم کلمه گشت که شاید یکی از اعلانات فوتی اگر قرار بود ما باشم در درون یعنی دوسیه، شاید یک چند نفری از فامیل ما رو ورداره، جنازه ما رو زیر خاک کنه و در یک محفل یک دعاگویی خاک کردن و او اگه میسر شد یک انانسمنت یک اطلاعی وفیات شاید ما هم داشته باشیم. همه ما به اون طرف روان هستیم، خصوصا در سینینی که ما و مسکینیار رو دیگه هستیم. سینین بسیار خطرناک است، نه جوان جوان هستیم و نه پیری پیر، مگر به اون طرف یعنی حرکت ما سر آن در یک کاواک گفته بعضی روان هستیم. باید زود زود همون کارهای خانگی خود کنیم که فرصت بسیار کم است. و ما هاشم جان ما آماده استم، بسیار زیاد تشکر. به هر حال دوستان عزیز یک راپور از چی بود دورم مصطفی جان که در افغانستان راپور مؤسسه تغذیه و غذای جهانی اونا یک راپور را پخش کرده که چند نفر در افغانستان در فقر قرار دارن و عدم تغذیه غذا برشان میسر نیست. این تکان دهنده است یا آماری است که از بیرون به افغانستان میاد. ولی ما همی گپ از پول ها یاد شد، میشه همی پول ها به چند نفری اونجا انتقال شد و لبنان برشان درست شد و به یک نحوه کمک برای افغانستان صورت گیره. توجه بدارین این راپور مهم است و بعد از او اگر شما میخواستین صحبت بدارین، در غیر از او باز برنامه را به خاتمه میدیم. توجه بدارین دوستان عزیز. در حال حاضر بیشتر از 40% شهروندان کشور مسئولیت غذایی ندارند. مسئولان برنامه غذای جهان با نگرانی از افزایش گرسنگی در افغانستان میگویند که در 3 سال گذشته با افزایش 4 میلیون تن دیگر بر شمار از کسانی که در کشور مسئولیت غذایی ندارند، این شمار اکنون به 13 میلیون رسیده است. مسئولان این برنامه میگویند که از این میان 8 میلیون تن در کشور با گرسنگی جدی روبرو هستند که باید برایشان کمک های بیدرنگ برسد. سبیه جهان مل گزارش میدهد. یافته های تازه برنامه غذایی جهان نشان میدهد که در 3 سال گذشته گرسنگی و نبود مسئولیت غذایی در کشور افزایش یافته است. مسئولان این برنامه میگویند که در حال حاضر از 13 میلیون فردی که در کشور با نبود مسئولیت غذایی روبرو هستند، 8 میلیون آنان در مناطق گوناگون افغانستان به کمک های بیدرنگ نیاز دارند. ما اکنون از 30 میلیون جمعیت افغانستان با 8 میلیون شهروند این کشور که نیاز به کمک های عاجل غذایی دارند روبرو هستیم و 5 میلیون دیگر آنها کمتر به کمک ها نیاز دارند و ما برای سال جاری تنها برای 2,750,000 فرد برنامه ریزی کردیم که تنها 30% هزینه های این برنامه ها را ما در اختیار داریم. مرزا برگر فروش در کابل نیز از بدتر شدن وضعیت زندگیش در سالهای اخیر شکایت.
وی میگوید که در سالهای گذشته کارهای بنیادی برای کشاورزی و مسئولیت غذایی در کشور نشده است. توجه حکومت باید که اول در زراعت می بود که زراعت رشد می بود که مردم افغانستان از نگاه خوراکه خودکفا می شد. ما مردم مالکسای جدارم انجینیر است، تاکسیون است. در حال حاضر استراتژی تامین مسئولیت غذایی و در این زمان آژاندای ملی مسئولیت غذایی به خاطر هماهنگی بیشتر میان اداره های دولتی ایجاد شده. نبود ثبات، تغییرات اقلیم، افزایش کننده امنیتی در شمار از بخش های کشور و نیز بازگشت بیجا شدگان به کشور از علت های اند که در 3 سال گذشته بر مسئولیت غذایی و فقر در کشور اثر گذار بودند. هیئت بلندپایه برنامه غذای جهان که برای بررسی وضعیت مسئولیت غذایی به کابل آمده است میگوید که برای حل مشکلات در این بخش حکومت، بخش خصوصی و نهادهای کمک کننده باید بیشتر همکاری کنند. دوستان عزیز، قابل توجه هست و واقعا وقتی در کشور گفتیم و هندوستانیا روتی و کپرا و مکان و اثر نشد دیگه نمیدانم ی توسعه اقتصاد و صاحب تعلیمات عالی و دسترسی به بهترین وسایل حفظ و صحه و اینا رو خوب بگذارین. این نفر غذا نداره که امرار حیات کنه. در یک کشوری که بیش از 1 تریلیون یعنی 1000 بیلیون دلار مصرف کردن که مردم حراس نداشته باشه، حراس افغانی از بین برو و ریشکن شوه در افغانستان، مگر وقتی یک نفر از گرسنگی میمیره غذا برش میسر نیست دیگه، ایره شما حراس افغانی نمیگوین و چی یک نفر با کارتوس بکشین؟ میگم غریبه نکش، نان از زیر بغلش بردار و خودش میمیره به مرگ طبیعی. افغانستان هم همینطور، اگر 13 میلیون نفر در خطر فقر غذایی قرار داره و آمار بین المللی را برای شما میگه، مؤسسات معتبر جهانی و 6 میلیون آدم تام زیر پل و پلچک در یک حالت بدبختی قرار داره. نمیدانم دوستان عزیز دیگه ما چی توقع داشته باشیم از طالب که او طالب میایه و صاحب عمله انتحاری میداره. یا گرسنه را که طالب بکشه یا نکشه، صاحب حکومت طور وقت در حقیقت از گرسنگی میمیره، چون در دمی قلم رو زندگی میکنه. و خواهی نخواهی میگه من طالب میشم، بیاز اون من میمیرم، فامیل من تباه شده. عملات جنسی بالای ما مکرر توسط همه قماندان سالار و صاحب رؤسای جنگی که حکومت افغانستان میفرسته و صاحب آقای اشرف غنی و عبدالله بالای از اونا افتخار میکنه که از این وطن دفاع میدارن. میگه من برای من جهان تنگ است، میرم طالب میشم، از اون مجرا من میتونم قصد خود بگیرم، میتونم یه حکومت به چالش بگیرم، انفرادی نمیتونم، زور من نمیکشه. هر علتی را معلولی را علتی باشد یا علتی را معلولی باشد، یعنی وقایع زادی یک دیگر هست. در افغانستان هم همینطور است. وقتی شما طالب میگین مردم به سطو آمدن از دستی حکومت ناچل تحمیلی افغانستان که جز اخفال و دروغ و فساد دیگه چی میگه تولید به مردم ندارن، دیگه طالب هم مقصر ندانید. مگر اگر شما خود اخفال میشین و شاید چیزای روش و روشن و افتابی را درک کرده نمیتانیم، یا قصور پاکستان و نمیدانم این و آن در کجا هست؟ پاکستان مردم بسیار تعلیم یافته داره. حتی شما برین در این سرحدات فرض کنیم میگیم خب خط دیوران و طرف دیوران سرحد نمیشناسیم، در حالی که بادارای ما میشناسه، بادار ما نیه، خب باداری از اینا میشناسه، انگلیس و امریکا این خط به رسمیت شناخته. میگیم این خط میان افغانستان ما در عرصه بین المللی درج است، یعنی سرحد است، سرحد تورخم. این شما چیز میگین بگوین برای ما همو بیشتر
رسمیت داره. دو طرف خط دیوران برین تنها این پشتونا رو مقایسه کنین، زمین و آسمان فرق داره. یا کل کتله پاکستان شما عالم دین دارن، عالم سیاست دارن، اردوی بسیار منظم دارن، بر قدرت هستن، حکومت منتخب دارن. یکی اگر تخلف میکنه به دوزادوزی گیر میاد، چون نواز شریف و این و فامیل شوهر بی‌نظیر بوتو اونا رو به دادگاه میکشانن، تجرید میکنن، به عربستان و کشورهای شرقی میانه میفرستن که دیگه ممنوع دخول میسازن. همین نواز شریف صاحب یکی از افراد بسیار زیرک و بلای گرگ باران دیده سیاست پاکستان، مگر شب در میان صاحب بوره برداشتن. یعنی همو توانایی ها رو دارن. یه تو نیست که یک نفر آمد و صاحب چسبید امریکا، گفت که امیر رئیس جمهورتان باشه، صدر اعظم تا آخرت امو باشه، باقی با نمو تو هم نیست. بسیار نظام بلا دارن. اگر گله های ما از پاکستان هست، خب اونا اهداف خود را تعقیب می دارن. در افغانستان هدف دارن، در این دارن، در ایران، در اینان. در افغانستان البته آنچه برشان میسر شده می تانه جنگ است. و در داخل پاکستان اونا نمی خواهند که خانه زنبور تور بتا و برا و صاحب اقانی را بمباردمان کنه و صاحب مدارس از بین ببره، چون از این مدارس طالب می بره و به افغانستان می ره و چون امریکا گفته و صاحب اشرف غنی بسیار گله کرد و صاحب آقای استانکزای با سا چوب خود رفت در اونجا. صاحب این چیزا برشان معنا نداره. اونا همه تو که برای امریکا علایق امریکا بسیار مهم است در کشورها، در این ممالک او را زیاد رجحان میتن. برای پاکستان هم ارجحیت داره جنگ افغانستان، و چرا سرکوب کنن طالب در پاکستان؟ پاکستان خود یک کتله طالب و ملا و دیندار هست. این دامن خود بگیره در بته که و علاوه از اون امروز اگر این مسئله حراس افغانی توسط امریکا و پاکستان دامن زده میشه، و اگر اقانی باید داشته باشه، طالب باید داشته باشن، همین مراکز تعلیماتی داعش داشته باشن، یک به صورت منظم باید یک گرگان به پیش میرن. او رو ما بگویم که والا آقای عباسی صاحب، ما والا شما رو بسیار دوست داریم، همسایه هستیم، مسلمان هستیم، این طالبا رو اونجا برو از بین ببر که دیگه ای طرف ها نبه. مالی تا نگاه کنم سایی تا دوز نگی و براده. و امیر خواد گفت و او در دل خود میگه که چی ساده بدبخت مردم هستن که امیر حقیقت درک نمی کنه که ما را امریکا گفته که کارا رو کنین، در ظاهر ما را دو میزنه و سای بختار میته، در باطن ما سیاست مشترک در افغانستان داره. وی که اشرف غنی درک نمی کنه یا اغماز می داره و اونا می دانن، یا عبدالله و دیگر دیگر، برای بقای خود، چون در افغانستان اگر واقعا صلح بیای و بازخواست بود و همه از اینا باید واقعا درو شوند. مگر کدا چی وقتی خواد بود که او روزی و دادگاهی او صاحب گفته از یکی از دوستا که ریسمان در گردن از اینا بیفته و بله بله. سلام علیکم. الو. بله بله. سلام علیکم. خطاب صاحب محترم. سلام علیکم. چه حال داری برادر؟ خیر و خیر. خوب هستیم. خیرت. خیر و خیر. سلام احترامات میرسانم خدمت شما و بیننده. بفرمایید. و علیکم. هر شب خطاب صاحب یک چیزی رو من براتون یادآور شم. بفرمایید. در سال 59 داخل پاکستان شدم. وقتی که در داخل پاکستان شدم، یک نفر افغان اگر صد کلداری را بیرون میکرد در تمام شهرش به نام قصه‌خوانی میگفتن، میگشت او صد کلداری میدان نمیشد. و وقتی که ما به طرف اسلام آباد میرفتیم، چیز از طرف از پشاور به اسلام آباد میرفتیم، هر شب خدمت شما، این لین ایوازی که موتر دو طرفه باشه، یک طرفه بود موتر، یک طرفه بود، از دو طرف موتر که میامد بازی دیگهش خود در خامه منداخت، باز موتر دیگر رد میشد، تیر میشد. اما امروز یک هایوی مثل امریکا و کانادا و ممالک اروپایی واره، امروز یک هایوی جور کرد. یعنی اقتصادش، منظورم از این است که اقتصاد پاکستان که استوار شد سر اینمی ایمیگرنت یا مردم افغانستان که استعمال کرد و بیرونها دلاری که
آمد یعنی میره به مهاجر یا به مجاهدین، اصلا نه 10% هم نداد. من اونجا بودم، یک 40 موتر پاکستان ژاپن کمک کرد، از 40 موتر 7 موترش به 7 تنظیم داد، 33ش خود کمیشنری پاکستان گرفت. نمونه اش براتون میگم. منظور این است که اما یگانه چیزی که ما داریم که امروز عقب موندیم و این بدبختی را که به چیز ما شده، آیل حال ما شده، ایست که ما اونا وطن خود دوست دارن، خود فروخته نیستن، خائن نیستن، مزدور نیستن، نوکر دیگران نیستن که به خاطر پول خود بفروشن و مزدوری دیگران را بکنن و هر چیزی که پاکستان دیگر را یک بیگانه بگه او را عملی کنن. این را مردم افغانستان داره. همیشه مردم افغانستان وطن خودم فروختن، مردم خودم فروختن به خاطر پول، به خاطر قدرت، به خاطر از این هر کدامشان 3 تا 4 تا زن کردن، پیسه گرفتن، اولادای خود در خارج هستن. هیچ امی که میگن وطن بایس مادر است، این احساس در مردم افغانستان وجود نداره. تمام بدبختی را که ما میبینیم مردم افغانستان، یک تا مردم ما در هندستان بودیم یک سال، میگوش ما افغانا را یک چیز دارین که پول بسیار خوش دارین، به خاطر پول همه چیزتان را میفروشین. ما مردم افغانستان به خاطر پول همه چیز خود را میفروشیم و امروز این بدبختی که از ما جاسوس داریم در بین خود جاسوسی میکنن برای خائن، اما اونا جاسوس خود را جزا میدن. فرض شما گفتین نواز شریف، نواز شریف 4 دوره ریاست جمهوری کرد اما برای وطن خود خیانت نمیکنه، اما رئیس جمهور ما کلش خائن هستن. کرزی چی کرد؟ اشرف غنی چی کرد؟ عبدالله چی کرد؟ و دیگرها چی کردن؟ در تاریخ سابقه چی کردن؟ گلبدین لعنتی چی کرد که آمد مردم خود شهر کابل و ایران کرد؟ منظور من این است که ما خود ما اگر اصلاح نشیم، این ممالک همیشه منافعش است، همیشه هر کس به خاطر منافع خود کار میکنه، اگر امریکا هم به خاطر منافع خود کار میکنه، اگر پاکستان هم است، اگر چین هم است و اگر روس هم است، امروز به خاطر منافع خود کار میکنه. ما باید خائن نداشته باشیم، ما باید خود ما خوب شیم، باید ما بشناسیم مسائل قومگرایی، زبان و مسائل چیزا را از بین ببریم، متحد شیم تا خود ما خود نجات ندیم. هیچ کس ما را نجات نمیده و این حالت ما نمیبریم. عجب گپ پوزیتیو او بداری هر وقت چرا تو حرفای خوب بیان نمیداری. همه تو چیزای جملات مقبول زبانت ما شنیدم بیادر. چی میگم؟ بعضی میگه که از بغل راست بلند شده یادم، حرفای بسیار جالب معقول. یعنی هر مصیبتی که هست در درون خود ماست، در درون خود ما یک چیز برایتان بگویم، عرض بدارم. خب اگر شما در یک زمین گندم اصلاح شده کشت کنین، او امو گندم اصلاح شده میبره. اگر شما گندم پوچک کوسه بسیار بدی را که تخم بد است او خوشه میبره، از او هیچ گندم حاصل نمیته، خب امو بیرون میشه. این وقت تو مبرم و مبرهن گفته میتونیم باشه که آنچه شما کشت میکنین امو را دراو هم میکنین. در افغانستان چی که در ناتو اینمی دوزار آورده بالای قدرت، باز پهلوی از او دیده که بیادر قانون هم نیست، بازخواست هم نیست، او دوز دیگه سی چند می دوزده و می دره و به دل آرام و به اطمینان کارش هست و او را قانون چون حاکمیت نداره در او کشور. و پهلوی از او چی شده؟ کسایی که از صداقت و ایمانداری و ایمان و تقوا و اینا حرف می زد، وام رفته که ما میرم در افغانستان بیادر نمی کار و بار و ماموریت، یا اگر فکر کرده که خدمتی میکنم اونجا رفته که کلگی چور میکنه، خب ما هم باید چور کنم. اینا میگن وقتی یک 2000 نفر در حال دویدن باشه و در مسابقات، او کسی که مفته میگه بالای شکمی از اون مردم بالا میشه، او را مردم هم و کسایی که در دویش هست او را زیر پا میکنه میکشه بدون از اینکه بدانن. در امو روند خیانت و دویدن و چورکان و آدمی که سب نخورد و میمانه سب، یا او باید بگروزه فرار کنه، یا اگر بود او هم باید همچون امونا باشه، چون در امو پرزای فاسد یک پرزی سالم او نمیتونه فعال باشه. دیگه به اول لحاظ بشاریم کسایی را که از تقوا حرف میزدن امروز میدوزدن و سب میارن بیرون، بزن یک جای والی شده سب، همی خوصا در ولایت کنر مثلا چارتراش و صاحب شعبا و اینا یک چند تا رفتن و صاحب اینجا بسیار از وفاداری و نمیدانم میلی گرایی و اینا حرف میزدن،
اونجا خو یک قاچاقبر چارتراش میگه که والی صاحب این چارتراش ما بیا زومی برام، این کار ماست دیگه، والی هم از ما پول گرفته و خودت هم یک دو میلیون دلار میتون این چارتراش ایلا بیتی، مرا غرض نگیم پولیس و عسکری تبو که مرا ایلا بیتی و در غیر از اون ما در وزارت داخله نفر دارم، من خودت موقوف میسازم. یا او باید تقوا کنه بگه که خب ما دیگه بندواز یمی چوکی نیستم رفتم پس، یا میگه بیار بیادرم دو میلیون دلاری تا بیا زوده ای وطن چورکان است هر یکی چپ و راست میدوزده، بیا ما خو صاحب پول میشم در امریکا بیادر یک تاکسی میچلاندم یک دو سه هزار افغانی دلار نصیبم میشد، یا فرزن در یک رستوران کار میکدم، یا یک بیکار یک آدم بودم لادر اینجا بیادر چنگ ما چسبیده ی دو میلیون یا سه میلیون یا چهار میلیون یا ده میلیون دلاری را که میبرم فامیل بست ما آرام میشیم. سب باز یک توجیه میته بیادر که خب شیرنی بود برای ما داد و آدم چرتراش والا ایره مثال عرض میدارم، همه تو در دیگه ارگان ها سب ایره توجیه را روا میدانن. بله سلام علیکم. علیکم السلام. سلام غفوری سب کجا هستین سب؟ اول تو هستین سب؟ خوب هستین؟ خیر و خیر. خوب هستین؟ خیر و خیر. کاران شما سلام سلامات تقدیم میکنم، صحت سلامتی شما را از بارگاه عزت متعال خواهانم. جناب خطاب صاحب چند قوار وقت میتین صاحب؟ دمی آخر پروگرام برابر شدین، مگر تو مختصر میربانی کنین بیربانی بفرمان صاحب. خب جناب خطاب صاحب، قسمی که در سخن اوریان شما هر روزه سخن پاک صاف و قایق را به اطلاع مردم میرسانید که قابل تمجید و تشکر است. بعضی از کسان مانند من موضوع را نافهمیده زنگ میزنند و خلاف بحث صحبت میکنند، وقت تلویزیون، وقت سوال کننده، وقت شنونده را ضایع میسازند، هیچ منفعت و کمک برای تلویزیون ندارند و بدون تحلیل و دلسوزی به افغانستان که در آن کشور چی میگذرد سخن میزنند که گویا عاشق سخنان خود باشند. رهبران باندهای بیدین و وطن فروش که دیرو شعار یک بیگانه را سر می دادن و مرد را بر جانب مقابل نثار می کردن، عمان مردم فعلا به جایی که مرد می گفتن پناه آوردن و حالا تخریبکاری می کنن، چرا که منافع خود را در جنگ و خونریزی می آبن، زیرا در صلح عدالت است و این قسم مردم از عدالت و صلح اراد دارد، به همین اساس غیر از خود عمر را رد میکنند. یکی از شعارهای فریبندهشان نان خانه و لباس بود که به جای نان مرمی، به جای لباس کفن و به جای خانه قبرهای دستجمی دادند و زنده به گور کردند. شعارهای دیگرشان میگویند ما از نسل شادی هستیم، اگر پرسان شود دنبتان چی شد؟ میگویند در اثر خیز جست ما در شاخچای درخت از بین رفت. جالب این که رهبر خلافشان را باید بالش کشتند و کشور را بعد از 40 سال آرامی نارام و برباد ساختند و به دام تجاوز، اشغال و اسارت بیگانگان شرق و غرب انداختند و زمینه جنایت، خیانت، ظلم، تعدا، آدمکشی، استبداد و انواع اقتصاد را مساعد ساختند. جناب خطاب صاحب، رهبر و سیاست مداری که در طول یک سال عمر حکومتش از خود حفاظت نتواند و توسط افرادش کشته شود، نه رهبر است نه سیاست مدار. رهبر و سیاست مدار کسی را گویند که توسط مردم برای خود قلعه فولادی بسازد. کسانی که با خدا و دین خدا دشمنی کردند رهبر خود را کشتند، ملت را قتل عام کردند، باعث و مفکوره غلطشان جفا کردند، برای غربی ها نیز وفادار نیستند زیرا قابل اعتماد نمی باشند. بناهند بودن اینها در غرب نیز لکه ننگ برای افغان ها شمرده می شود. علامه سید جمال الدین افغانی چه خوب می فرماید: نادان را مکشید، نادانی را بکشید. اگر گویم که من طرز خرامت می شناسم، اگر گویم که من از طرز خرامت می شناسم، بر طرزی که خواهی جامعه می پوش. جناب خطاب صاحب، پیشنهاد دارم بفرمایید تا وقتی که این جواسیس محکمه نشوند و عدالت بالایشان تطبیق نگردد و
و در تمام صفوف ملی و بین المللی تجدید نشوند، جنگ و خونریزی در افغانستان ادامه دارد. جناب خطاب صاحب، خود شما بهتر می دانید که تبصره ها و پروپاگاندایشان هیچ سازنده و حقیقت ندارد و این قسم مردم همیشه عذاب گلالود مایی می گیرند و از مردم صادق، دانشمند و وطن دوست، خیراندیش عادل که صلح در افغانستان می خواهند خوششان نمی آید و تا که می تواند در زمینه تخریب می نماید. این بود پیشنهاد من. جناب خطاب صاحب، تبصره شما را خواهانم و من الله توفیق. بسیار زیاد تشکر قربان چم غفوری صاحب. لطف می دارین از راه های دور با تلویزیون و صحبت های عبدار درمی متن صحبت شما بسیار مواد ما دیدم. از شادی گرفته که دوم بشکنده میشه و تیوری داروین است و بعضی را عقیده به ای است که شادی تحول کده به انسان و این خلاف دین اسلام است. در قرآن واضح میگن که ما انسان از گل آفریدیم و خانم از او را از قبرغی چپ از او بیرون ساختیم و این حرفا را خداوند لایزال میفرمایم. مگر از لحاظ عقلی هم ای کاش همین ارگ از شادی ها پر می بود قدر خساره نمی رسید، مسئولیت هم کم بود. مگر انسان هایی که تفکر داره و با شادی تمسخر می داره، مگر در حقیقت یک چیز برتان بگویم که مو شادیوانی که از شادی پول جمع می کرد، ما طفل بودیم در مو ماحول خانه ما وقتی یک شادیبان یا صاحب شادی می آمد برای امرار حیات و شادی را بازی می داد و برقص می آورد، باز برای از او امو خانواده را برای خانواده کاسه را می برد و باز او را پر می کردن و صاحب امو شادیوان امو یک توبره داشت، بیچاره زندگی از او توسط شادی تأمین می گردید. یک مثال بسیار خوبی دادین. امروز این کسایی که در ارگ نشستن در اردوی افغانستان هستند، اینا را تو فکر کنین که امو بوزینه های ذلیل شده است که خداوند اینا را مسخ کرده و اختیار دیگاه داده و ناتو و خصوصاً ایالات متحده امریکا و انگلیس اینا را امور شادیبانی که امرار حیات می داشت و پول جمع می کرد بالای شادی، اینا را هم اتو یک فکر کنین که اشرف غنی را می رقصانه و عبدالله را مصحب نمیدانم وزیر چطور که یه همه از اینا از اینجا رفتن و صحب امور اسمان ناتو را در گردن از اینا می بینین که می رقصن صحب. یکی وزیر دفاع و یکی صحب یک پسر جوان بدبختی فروخته شده که ما چون آبایان خود از این ملک دفاع می داریم و یک شادی دیگری هست. بنابراین این تیوری که در افغانستان انسان شادی تحول کرده، در اونجا هیچ تحول هم نکردم، داروین هم بد می کرد. در بعضی کشورها انسان ها مقایسیت شادی ها را داره از لحاظ خواص میمون داره. به هر حال در این بخش و صاحب دیگه ما اظهارات شما را تایید می دارم. آقای غفوری صاحب محترم بسیار زیاد تشکر از لطف و محبتتان. ای که در آخر پروگرام بود، ما یکمه که خواستم شما عجله مهربانی کنین معذرت میخوایم. دوستان عزیز، به همینجا بسنده میشیم برنامه امروز و فردا انشاءالله اگر حیاتی بود و چند سبایی بودیم خدمت شما قرار خواهد داشتیم. تا خدای سپارم و پا مخ خد خدای پا ما. خواهران و برادران هموطن، که ما